همیشه آرزومینه. نگفتمت مرا آنجا که آشنات منم، در این سرای فنا چشمه حیات منم. وگر به قهر روی صد هزار بار زمن، به عاقبت به من آیی که انتهات منم. انتهای ما ایرانه، پرچم شیر و خاشیره، فرهنگ و ملت ایران. با درود و احترام خدمت تک تک شما مخاطبین عزیز و گرامی، آریا هستم. بخش دوم مستند دکتر شاپور بختیار رو خدمتتون ارائه میدم. قسمت اول رو اگر ندیدید پیشنهاد میکنم در کانال یوتیوبم تماشا بفرمایید. در قسمت اول ما اون ابتداش یک توضیحاتی در مورد قتل دکتر بختیار دادیم، ولی بعدش از اول فعالیت سیاسی ایشون رو آغاز کردیم تا ابتدای نخست وزیری. ببینید، من دیگه همه چیز رو در مورد نوع دیدگاه دکتر بختیار نسبت به پادشاه، نوع دیدگاه دکتر بختیار نسبت به دولت شاهنشاهی در برنامه قبل گفتم. در این برنامه وقتتون رو نمیخوام بگیرم. واقعا اگر کسی مایله حتما برنامه قبلی رو کامل ببین. یک سری اقدامات دکتر شاپور بختیار در طی این 37 روز انجام میده که اقدامات تاثیرگذار و مهمی بوده. ولی قبل از اینکه بخوام این اقدامات رو یکی یکی نام ببرم و روش صحبت کنم، باید این رو بگم. واقعیت تاریخ این هست که در این مقطع خاص دکتر شاپور بختیار رو نمیشه شانس بیشتر از 10-15% به موفقیتش بهش داد. یعنی در هر صورت شاید اگر این اقدامات هم انجام نمیشد، واقعا شانس خیلی قدرتمندیشون نداشت برای موفقیت پس از رسیدن به نخست وزیری. البته این رو باید گفت که این شانس میتونست خیلی بالاتر بره اگر جبهه ملی اون خیانت رو انجام نمیداد در طی تمام خیانتهایی که بقیده من در طی دوران پادشاه انجام داد. این آخر دیگه این خیانت و این خنجر بزرگ رو در حق همپیمان خودش دکتر شاپور بختیار اگر نمیزد، امکان موفقیت دکتر شاپور بختیار بسیار بالاتر میرفت. ولی این کار رو کردن شخص سنجابی، رهبر وقت جبهه ملی و گروه دیگه از این افرادی که وابسته فکری بودن به جبهه ملی، حالا یا ملی مذهبی بودن، نهضت آزادی، امثال بازرگان، امثال فروهر و غیر. اقدامات دکتر شاپور بختیار یکی از مهمترینشون انحلال ساواک. ببینید، هیچ توجیه عاقلانه‌ای نمیشه بر این حرکت دکتر بختیار آورد. انحلال ساواک در اون مقطع که تنها نهاد امنیتی کشور بود برای حفظ مملکت، اصلا یک اقدام فراتر از اشتباه بود. مگر میشه که در اون شرایط حساس بیاید و کلن نهاد امنیتی مملکت رو منحل کنید؟ میدونید چیه؟ من در هیچ تغییر و تحولی در دنیا، حتی بعد از اون تغییر و تحول، حتی بعد از پیروزی یک انقلاب در یک دنیا ندیدم که بیان و کلن بزنن زیر میز نهاد امنیتی کشور رو منحل کنن. بعد از اینکه شوروی از هم پاشید، کاگبه درسته که حالا تغییر نام داد، به شکل دیگه کارش رو ادامه داد و اینها، ولی منحل که نشد کل سازمان. در گرجستان، در اوکراین، در هر کشوری، در کل بلوک شرق فروپاشید، حالا اصلا در کشورهای بهار عربی، در تمام اینها ما هم شرکتی رو ندیدیم، ولی اتفاق افتاد و این کار رو انجام داد. میدونید چیه دوستان؟ من در برنامه قبل هم گفتم، من اعتقاد راسخ دارم که اصلا نوع نگاه افراد جبهه ملی، که خب دکتر بختیار هم به هر حال از این طیف بود، حالا درسته که جبهه ملی اخراجش کرد به طور رسمی پس از قبول نخست وزیریش و دیگه زاویه کامل پیدا کرد با عناصر وقت جبهه ملی، ولی کل این طرز فکر
بنده اعتقاد راسخ دارم که اصلا متوجه نشدن که کسانی که مخالفت دارن میکنن در بخش عمده شون با حکومت پادشاه، اینا به دنبال آزادی و دموکراسی و این حرفا نیستن. اینها کسانی هستند که در مقابل مدرنیسم شورش کردند و کسانی هستند که در مقابل با ایرانگرایی در دوران پادشاه یا جهان وطن سرخند یا امتگرای سیاه. شاپور بختیار چیزی که من ازش کاملا، یعنی چیزی که خودم اعتقاد خیلی محکمی بهش دارم، این هست که فکر میکرد مثلا با آزادی دادن و یک سری مسائل رو که جامعه همیشه باشون مخالف بود اونها رو از بین بردن، دیگه بهانه‌ای نمیمونه، اینها دیگه دلیلی برای ادامه حرکت انقلابیشون به اصطلاح، حالا ما الان به درستی میگیم شورش، ولی در زمان خودش به حرکت انقلابیشون دیگه دلیل نداره اینا ادامه بدن. این همه از ساواک میگفتند، این همه از ساواک منفی میگفتند، خب این فکر میکرد که حالا بیاد ساواک رو منحل کنه، این فکر میکرد اگر بیاد آزادی مطبوعات رو به طور 100% برقرار کنه، این اگر بیاد و اجازه آزادی احزاب رو بده، دیگه همه مشکلات حداقل توی بخش زیادش حل میشه و افراد میان میگن اوکی، حالا که وضع تغییر کرده ما میایم میریم حزب تشکیل میدیم، وارد فعالیت سیاسی میشیم، مطبوعات میشینن خیلی معقول و درست حسابی مثلا کار حزبی انجام میدن و مثلا خود جبهه ملی هم میاد میگه من از این به بعد میخوام حرکت سیاسی کنم و میریم در انتخابات عادی و آزاد شرکت میکنم و این صحبت ها. Tout à l'heure de vous poser tant de questions. Cette question, c'est moi qui vous la pose. Pourquoi ce peuple qui a encore 18 mois cherché, se battait pour avoir un local pour organiser un parti politique. Nous avons fait tout notre possible il y a 6 mois pour avoir un local pour nous réunir au nom du Front national. Pourquoi ces leaders actuellement ne forment pas, ne n'agissent pas exactement dans le cadre constitutionnel pour la formation des partis politiques? Il هیچ کدوم اینها نبود. هیچ کدوم اینها نه تنها نبود، بلکه انحلال ساواک کار رو وحشتناک سخت کرد برای کنترل کشور. و من اعتقاد دارم که دکتر شاپور بختیار میخواست خودش رو در تاریخ تطهیر کنه بیش از این که در اون مقطع به کنترل کشور اهمیت بده، چون میخواست کسی باشه که برخلاف پسرعموش تیمور بختیار که اولین رئیس ساواک بود، خودش کسی باشه که ساواک رو منحل کرد و میخواست این برگ برنده رو در تاریخ داشته باشه. حالا شاید این حرف من رو قبول نداشته باشید، ولی من این زاویه دید رو هم دارم نسبت به دکتر بختیار. بنده در مدت کوتاهی که بودم یک برنامه کوتاه مدتی را عرضه کردم و می توانم به زرس قاطع عرض کنم شواهد و همه چیز هست که تمامش را انجام دادم. آزادی مطبوعات، بیرون آوردن کلیه زندانیان سیاسی از زندان، لغو ساواک از نظر قانونی، پنج موضوع مهمی که هدف تمام آزادی خواهان در اون موقع بود در حکومت خودم انجام دادم. اگر فرصتی می بود به سایر مسائل هم می رسیدم. به هر حال انحلال ساواک پیش میاد که بسیار مضر بود در اون مقطع و همچنین آزادی زندانیان سیاسی که باقی مونده بودن و یه طیف گسترده اکثریت اینها به خاطر عقیده زندان نبودند، که اینها تروریست های چپ در سازمان های چریکی بودند، اینها تروریست های چپ در سازمان های مؤتلفه اسلامی و اینها بودند، خیلی هاشون و البته افرادی مانند مسعود رجوی و افراد دیگه که حالا در طی این مدت یه سری آزاد شده بودن، ولی باقی رو هم دیگه دکتر بختیار آزاد میکنه. و یه مسئله دیگه اشاره کردم بهش، این هست که بلافاصله بعد از نخست وزیریش میره سران مطبوعات رو جمع میکنه و به اینها میگه که آقا شما در تمام ابراز عقایدتون از این به بعد آزادید، هر چی میخواهید بگید. من ارباب جرائد را خواستم در منزل خودم، در حدود 40-50 نفر بودند
و بهشون گفتم آقایون شما آزادید و واقعا مطبوعات آزاد، از همین خانه من که بیرون رفتید اون چرا که مایلید بنویسید، نه سانسور قبل هست نه بعد. اگر به کسی هم اهانت کردید و فوش و ناسزا دادید، خود او در دادگستری اگر خواست تعقیب میکنید. اما راجع به شخص من هرچی بنویسید من تعقیب نمیکنم و خواستم یک درسی بدم که این دولت با دولت‌های قبلی تفاوت کلی داره. و مطبوعات هم من الان آرشیوشون رو دارم، به خدمت دوستان در برنامه‌های قبلی عرض کردم دارم آرشیو اصل مطبوعات کل مطبوعات اون زمان رو به دست آوردم بهتون نشون دادم و واقعا وحشتناک حرکت مطبوعات در این دوره‌ای که دکتر بختیار کامل همه رو آزاد گذاشت و اینها، هر چی که فکر کنید برای دامن زدن به آتش حرکت در کشور انجام میدن. اصلا فکر نکنید که یک وجدانی وجود داره، یک چیزی به نام حقیقت وجود داره. همینطور مقالات رو با تیتر بزرگ چاپ میکنن، بعدش که تکذیب میشه چون مجبورن بر اساس قانون تکذیبیه ها رو هم منتشر کنن، مثلا تکذیبیه رو در یک کادر 3 سانتی متر در 2 سانتی متر در مثلا صفحه 8 منتشر میکنن. اصلا وحشتناک وضعیت مطبوعات در این تایم و در این زمان. اما به هر حال اینا رو گفتم، میخوام به مسئله مهمی برسم. ماجرای اینم بگم که دکتر شاپور بختیار تصمیم میگیره با خمینی دیدار کنه و بره پاریس، بره نوفلو شاتو به دیدار خمینی و خودش از این قضیه تحت این عنوان نام میبره که دیدار یک ایرانی با ایرانی دیگر باشه. البته تیکه هم میندازه که اگه طرف واقعا ایرانی بوده باشه و میگفت من برم با این صحبت کنم ببینم واقعا چه چیزی میخواد، چه حرکتی رو میخواد انجام بده و به یک راه حلی بتونیم برسیم. تفکر خودش این بود که مثلا یک چیزی مثل واتیکان نهایتا این فرد بیاد در ایران ایجاد کنه. از اون طرف از طرف خمینی هم پذیرفته میشه این دیدار و شب قبل از این دیدار کسی که در اون طرف موش میدونه جلو این دیدار رو میگیره بنی صدر هست. این یک عمل سیاسی صحیحی به نظر خود من بود که انجام دادم و دلیلش هم اینه که یک مردی به ناحق سوار یک عده مردم بدون آگاهی سیاسی، عده کثیری از مردم به خمینی اعتقاد پیدا کرد. من فکر 50 سال دیگر رو میکنم که مردم تاریخ رو که میخوانند بگن اگر این آقای بختیار که سنش جایی پسر آقای خمینی تقریبا میشه، اگر این آقا میامد در پاریس به عنوان یک ایرانی و با این مرد همون طوری که این عده میان میرند مسائل ایران را مطرح میکرد، میگفت گرفتاری های ما اینه، من سوابقی دارم، به این شرایط آمدم، این کارها را میخوام بکنم، اگر این کار را میکرد چه عیبی داشت؟ یه خود خودخواهی نبوده این آقای بختیار از خود زیاد راضی نبود که نیامد یک از خودگذشتگی بکنه یه مقداری، بیاد بگه آقا این سیدم ببینیم چه میگه. اقلا روی این فکر من این تصمیم را باز تکرار میکنم خودم گرفت. یکی دیگه از مسائلی که در این مقطع مطرحه مسئله تظاهرات طرفداران قانون اساسی هست که عده اومدن به طرفداری از نظام پادشاهی و طرفداری از قانون اساسی در مقابله با شورشیان 57 تظاهرات کردند. I'm gonna go.
خشم ازگان برای حفظ ایران شاپور بختیاره، هر که گذشت ازگان برای حفظ ایران شاپور بختیاره، هر که گذشت ازگان برای حفظ ایران شاپور بختیاره. اسلام آزادی با قانون اساسی، اسلام آزادی قانون اساسی، و ببینید دکتر بختیار بعدها که صحبت میکنه مدام از این صحبت میکنه که باید به من فرصت میدادند، اگر به من فرصت میدادند به مرور زمان این تظاهر کننده ها زیادتر میشد، هر دفعه تعداد جمعیتشون بیشتر میشد و من میتونستم رو اینها حساب کنم. اما یه چیزی رو نمیگه آقای دکتر بختیار، چیزی که دکتر رضا تقی‌زاده از افراد مهم این تشکیلات تظاهرات قانون اساسی در زمان خودش بود دکتر تقی‌زاده، ایشون علناً عنوان میکنه و چیزی هست که من اینجا باید به خدمت شما بگم. یکی از اقوام نزدیک بنده که در ایران هست، نمیتونم نامشون رو بیارم، الان در ایران هستن، ایشون هم به مانند دکتر تقی‌زاده در اون تشکیلات بالایی دستی این حرکت تظاهرات قانون اساسی بود و دکتر تقی‌زاده به خوبی ایشون رو میشناسه. ایشون هم به خود من همین حرف رو زد که دکتر شاپور بختیار نه به لحاظ مالی نه به لحاظ در اختیار گذاشتن امکانات هیچ کمکی به این حرکت نکرد. این حرکت احتیاج کمک مالی داشت، این حرکت حداقل احتیاج داشت امکانات در اختیارش قرار بگیره، اتوبوس باید در اختیارشون قرار میگرفت که مثلا برن مردم رو از اقصی نقاط تهران یا حتی خارج از تهران بردارن بیارن در این تظاهرات. مگه میشه یک حرکت به این اهمیت رو شما هیچ امکاناتی در اختیارش قرار ندید آقای دکتر شاپور بختیار؟ خود دکتر شاپور بختیار به این قضیه معترفه و به این افتخار میکنه، میگه من هیچ امکاناتی و پولی در اختیار اینا قرار ندادم برای اینکه میخواستم افراد از روی اعتقاد بیان، نه اینکه مثلا با سازماندهی دولتی بیان. این چه حرفی آقای دکتر بختیار؟ رفتاران قانون اساسی که اوکی مرا داشتند و عکس این که میگن باور کنید نه یه شوی پول من از دولت از نخست وزیری از جید یک کدام از اینا ندادم. گفتم اگر ایمان دارید برید مملکت، باید روی ایمان من بعد بگرده، نه روی بند و بست و پول. و در اون مقطع شما باید تمام امکانات مالی نخست وزیری رو و تمام امکانات فنی رو مثل اتوبوس، مثل رفت و آمد، مثل اینها در اختیار اینا قرار میدادی که میخواستی اگه میخواستی این تر واقعا پیش بره. میدونید اینا مسائلی هست که باید گفته شه. برحال ضیاء مدرس یکی از کسانی بود که جونش رو در این راه گذاشت، ولی شناخت درستی از این ماجرا پیش نیومد. چهره‌هایی بودند که نقش داشتن در این مورد، مثل آقای سپهبد رحیمی یا مثل صاحب باشگاه تاج آقای سپهبد خسروانی، که همه امکاناتی که در اختیارش داشت برای مثلا تدارک رفتن مردم به میدان بهارستان و غیره به کار گیره. بقیه چهره ها ما در شروع کار 8 نفر بودیم، بعد شدیم 12 نفر. البته این جریانی که من صحبتشو میکنم جریانی است که تظاهرات بزرگ میدون بهارستان رو تدارک کرد. قبل از این ماجرا و قبل از اینکه من داخل این بازی بشم، یک تظاهرات کوچکتر هم سامان گرفته بود، از امجدیه شروع شده بود، از چند صد نفر شروع شد به حدود 4-5 هزار نفر ختم شد. اون تظاهرات هم باز قربانی هایی داشت، من جمله دختر جوانی که به دست انقلابی ها و چپ های چریک کشته شد و قطعات بدن او رو از تیرهای چراغ برق آویختند. در حال این جریان به این علت شاید به قول شما مظلوم واقع شد که انقلاب شد یا شورش 57 به نتیجه رسید و ما موفق نشدیم. این به یک جریان جوان تغییر دهنده در جهت شکستن انقلاب حرکت بکنه، ولی متاسفانه بعد از برگزاری تظاهراتی که شاید به گفته بیش از 350 هزار نفر در اون شرکت داشتن و این در روزهای منتهی به انقلاب رقم کوچکی نبود و عددسازی هم واقعا در موردش صورت نگرفته بود، بعدا در مورد شمار کسانی که میرفتن به تظاهرات انقلابی ها به اصطلاح عددسازی زیاد میکردن، ولی این اعتراف خود اونها بود. زمانی که این تظاهرات انجام شد تمام روزنامه ها در اشغال کسانی بود که انقلاب زده بودند، در حداقل شکل کیهان، اطلاعات، آیندگان، ولی این گمانه اونها بود که
بیش از 350 هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردن. من وقتی قطعنامه این تظاهرات رو میخوندم واقعا نمیتونستم انتهای جمعیت رو در هر کدوم سو، البته یک سو محدود بود به ساختمان مجلس، ولی سوی دیگر اون رو واقعا نمیتونستم ببینم. تقریبا بی انتها بود جمعیت و تمام خیابان و عرض طول رو گرفته بودن و این بدون سازمان و تشکیلات خاص صورت گرفت. کسی که اولین رئیس سازمان جوانان حزب ایران نوین بود، حسن رهنوردی، بعد از اون روز به من زنگ زد، ضمن خوشو بش کردم. خب برای من جای خوشحالی بود که میشنوم از حسن رهنوردی که او در این تظاهرات شرکت کرده، ماشینم نداشته، پای پیاده آمد. و بعد تدریجا آدم‌های زیادی رو دیدم که شاید حتی مجال پیاده روی تو عمرشون پیدا نمی‌کردن، ولی فکر کردن در اون آخرین دقایق لازمه که یک نفر فارغ از اینکه امیر ارتش، فارغ از اینکه وزیر، فارغ از اینکه نماینده مجلس، یک نفر یک نفره و توی خیابان بایستی ایستاد، سر رو بلند کرد تا دیده بشه. به هر حال جریان خوبی بود که به نتیجه روشنی نرسید. واقعا من شاید به عمق کار اون موقع هنوز آشنا نبودم و دستهایی که توی کار هست. البته بعضی ها بعد از این سالها، بعد از دو سه دهه، مدعی پشت صحنه این ماجرا بودن شدن. یکی از اینها رو من فکر میکنم دو سال سه سال پیش در فرانسه سخنرانی داشتم و یکی از این جماعت اونجا دیده شد بود که یادم افتاد دو سه ماه قبلش یک مصاحبه کرده بود با نشریه‌ای که یکی از وزرای دولت بختیار اون رو اداره میکنه، توی مجله او مطلبی نوشته بود و این قضیه رو به خودش نسبت داده بود. و اون روز من فرصت پیدا کردم بعد از اینکه صحبتم تموم شد با این آدم صحبت بکنم و بپرسم که واقعا با کدوم شهامت تو میگی که پشت این ماجرا بودی؟ پشت این ماجرا تو اون موقع میگی که مدیر کل آقای دفتر آقای بختیار بودی. ولی من وقتی واقعا به توصیه یکی از دوستان بیانیه یا قطعنامه تظاهراتی که باید فردا برگزار میشد برای اینکه به نخست وزیر نشون میدم، با آقای بختیار نشون میدم، رفتم اونجا، او رو حتی اونجا هم ندیدم و او از زبان آقای بختیار میگفت که ما از این تظاهرات پشتیبانی نمی کنیم، آقای نخست وزیر فکر میکنن که 20 هزار نفرم به خیابون نخواهند اومد. و این ماجرا رو یک بارم شاید من اشاره کردم، تا ساعت 7 صبح فردا حتی از اعلام برگزاری این تظاهرات در رادیو خودداری کردن. 7 صبح نخستین باری بود که خبر برگزاری طرفداران تظاهرات و طرفداران قانون اساسی از رادیو پخش شد. و حالا ببینید مردم چطور این رو زبان به زبان به همدیگه رسوندن. اون موقع وضعیت تلفن همراه مثل امروز نبود، واقعا نبود، و همه جا در حقیقت شکل تحلیل داشت. حالا نتیجه گیری این است که اون آقایی که این نسبت رو به خودش داده بود یه مقداری هم شاید شرمنده شد، در حالی که قبلا خیلی گندگویی هم در این مورد کرده بود که من چنین کردم، من چنان کردم، فلان کردم. هم چطور ممکنه که تو مدیر کل دفتر آقای بختیار باشی؟ آقای بختیار با این تظاهرات اصلا مخالف باشه، ضمن اینکه اصلا آشنا با نوع سازماندهیش نیست و حتی تا آخر شبی که ما قرار است این تظاهرات رو برگزار بکنیم نه اطلاع داره نه موافق این کاره، در حالی که واقعا در طول سه هفته ما هر روز از یک سازمان به یک سازمان دیگه میرفتیم بتونیم وسیله نقلیه بگیریم، بتونیم کارکنان اونجا رو دعوت بکنیم به همراهی کردن و شرکت کردن در تظاهرات و غیره. و یقینا اگر که این اقدام با حمایت آقای بختیار عملی میشد، به جای 350 هزار نفر 700 هزار نفر می آمدن. اگر که از این حرکت پشتیبانی بیشتری میشد، یقینا اون مودی که باید روز اول ایجاد میکرد، حتی انعکاس مطلب توی روزنامه ها انعکاس چشمگیری نبود. که دارم در مورد این تظاهرات قانون اساسی صحبت میکنم، میخوام یه فایل صوتی هم براتون پخش کنم از رادیو بی بی سی که شما ببینید رادیو بی بی سی چجوری اخبار رو پوشش میداده. رادیو بی بی سی در شورش 57 اینطوری نبود که کار خبررسانی انجام بده، بگه مثلا دیروز چه اتفاقی افتاد. میومد میگفتش که مثلا شنیده شده است که فردا در فلان شهر، در فلان میدان، در فلان ساعت قرار است تظاهرات صورت گیرد. این رسما کار لیدری رو انجام میداد و یک جا هم که تظاهر کنندگان قانون اساسی تظاهرات کردن، ببینید رادیو بی بی سی آخرش چطوری میخواد اهمیت این تظاهرات رو تقلیل بده که بگه اینا لباس شخصی های آرتشی هستن. شنوندگان عزیز، امروز تلفن‌های متعددی حاکی از برخورد بین تظاهرکنندگان و ماموران انتظامی در تهران داشتیم که این خبر به وسیله فرمانداری نظامی تهران و حومه به شدت تکذیب شد. در این زمینه همکارمان با تیمسار سپهبد مهدی رحیمی، فرماندار نظامی تهران و حومه، گفتگویی دارد که می‌شنویم. ممکن است سوال کنم به عنوان فرماندار نظامی تهران
پیرامون شایعه ورود حضرت آیت الله العظمی خمینی به تهران یه توضیحاتی بفرمایید. تا اونجایی که بنده اطلاع دارم و اطمینان دارم به تهران تشریف نیاوردن و اتفاقا به منم هم میگفتن در سطح خیابان شایعاتی هستش که ایشون تشریف آوردن، ولی تشریف نیاوردن ایشون. در ایران رسما تأیید شده است که دکتر بختیار نخست وزیر ایران از آیت الله خمینی درخواست کرده است که بازگشت خود به ایران را به تعویق اندازد. دکتر بختیار در نامه‌ای که برای آیت الله فرستاده است ظاهرا هشدار داده است که اگر کوششی در جهت برپا داشتن جمهوری اسلامی صورت پذیرد بیم کودتای نظامی خواهد رفت. اگر پس از تشریف فرمایی مبادرت به اعلام یک سازمان سیاسی بفرمایند که با قانون اساسی کنونی سازگار نباشد، یقینا دولت را در وضع بسیار دشوار و خطرناکی قرار خواهند داد که این جانب نمیخواهد مسئولیت عواقب آن را بپذیرد. در پشتیبانی از نظر بختیار امروز صبح تظاهرات عظیمی در حمایت از وی و به طرفداری از راه حل مبتنی بر قانون اساسی برای رفع بحران ایران در تهران برگزار شد. در این تظاهرات بر علیه آیت الله خمینی مستقیما حرفی زده نشد، ولی به طور مشخص شعارهای مذهبی از قبیل خدا، قرآن و محمد جایگزین شعارهای معمول یعنی خدا، قرآن و خمینی شده بود. این تظاهرات با حمایت چند صد سرباز و خودروهای ضد شورش انجام گرفت. به نظر می رسد که عده زیادی از تظاهر کنندگان امروز به وسیله اتوبوس به آنجا آورده شده بودند و ادعا شده است که در بین این تظاهر کنندگان سربازان با لباس شخصی حضور داشتند. قبل از نخست وزیری من گفته بودم که اگر ایشون بخواد به ایران بیاد ما نیست. من معتقدم که هیچ ایرانی را نمیشه منع کرد از این که به ایران بیاد. این حالتی که تو با من مخالفی و نباید بیای، یا پاسپورت شما را من تمدید نمی کنم چون امام گفتن منافقی، و این صحبت هایی که هر روز برای کوبیدن اصالت ملی و حرمت ایرانی ها متداول کردن، من 100% با تمام اینها مخالفم. خمینی به عنوان روح الله خمینی تبعی ایران حق داره هر وقت که میخواد در ایران بیاد و هر وقت دلش میخواد بره. اگرم گناهی کرده باید در دادگاه محاکمه بشه و اگر لازمه زندان بشه زندان بره. وقتی که وارد به در فضای ایران شد مخصوصا و به عکس، من سپردم که هیچ آسیبی بهشون نرسه. چرا؟ کشتن خمینی خیلی آسان و همین آقای ربیعی هم شاید میگفتم سرنگون میکرد. اون سرنگون میکرد وسائل دیگری بود که ایشون سرنگون بشه تیارش، ولی عوض 3 سال و 30 سال 300 سال ما در عزای این امام مطلقمون. اگر خمینی کشته شده بود اون وقت شما میدیدید مردم ایران تا چند سال دوباره اشک میریختند برای جنایتکار. این مسئله رو گفتم، حالا میخوام برسم به یه بحث مهم و اون هم وضعیت آرتش و دکتر شاپور بختیار هست. قبل از هر چیز براتون یک فایل صوتی پخش میکنم از جلسات محرمانه شورای امنیت در اون زمان و میخوام خیلی با دقت گوش کنید که ببینید از طرف آرتش چند بار سعی میکنند دکتر بختیار رو ترغیب کنند به اینکه آرتش محکم و با تمام قدرت بایسته. و اول این فایل صوتی دارن عنوان میکنند که ببینید ما به همه آرتشی ها، به بدنه پایین آرتش، به نیروهای بدنه پایین آرتش همیشه گفتیم که ناموس شما پادشاه و سیستم پادشاهیه. الان اینها رو مدت هاست در خیابون نگه داشتیم و هر گونه توهینی به این اعتقادی که ما بهشون آموزش دادیم دارن میشنوند و دست و بالشون هم بستیم، نمیذاریم در مقابل این حرکات ها چیزی از خودشون نشون بدن. یکی این قضیه هست. یکی دیگه این که دقت کنید یه جایی میگن که یعنی میخوان حرف بذارن تو دهن خود دکتر بختیار که اون موقع تصمیم گیری با ایشون بود دیگه، که آقا 100,000 نفر رو ما شنیدیم شما اجازه میدید که ما بازداشت کنیم و این چقدر برای سران نیروها، یعنی نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی زمینی خوشاینده و اینها، و
ببینید چه پاسخی میده دکتر بختیار. اینا جالب است، کلن به این زاویه قضیه نگاه کنید که چقدر آرتش داره تلاش میکنه که یه قدرتی از خودش نشون بده، یه رخی از خودش نشون بده، و دکتر بختیار چجوری سعی میکنه این آتش رو بخوابونه. بشنویم با هم فایل صوتی جلسه شورای امنیت رو. پروبلم آقای خمینیه که آیا میاد یا نمیاد، اینم یه مسئله است که به عکس اون که اینقدر می نویسند و میگویند در روزنامه ها، من گمان نمی کنم به این زودی ایشون بیاد. ولی آماده بودن برای این روز رو ما باید برای خودمون کاملا مشخص بکنیم که انتظار داشته باشیم. و علاوه بر این، بنده این مسئله رو هم میخوام درش اصرار بکنم که جنگ را خدا عالم همه نظامی هست، اون کسی میبره که یک ربع ساعت بیشتر از دیگری استقامت و الا زد و خورد هیچ فایده نداره، چون که دیدید در همه جنگ های دنیا به همین صورت تمام میشه. هیچ وقت یک قدرتی نیست که بیاد یک مرتبه بزنه، اتفاق میفته ولی کمتر. ما باید استقامت بیشتر بکنیم تو حمله. استقامت ماست که اونها را از بین میبره. حمله ما مزاری داره، ولی استقامت ما و خونسردی ما تا حدودی که ممکنه، البته عرض کردم حدودی داره، که وقتی از به من میگن فلان کلانتری را میخوان بهش حمله بکنن، میگن ببندید اون سر، حالا هر قدر هم میخواد بزنید. ولی خب وقتی که شما میبینید که در یک چعار ناهنجاری در فلان کسیت میده، میگید خب این مزخرفی میگه و بره دیگه، این دیگه به کنسکانس دیگری نباید داشته باشه. این مسائل رو بنده به طور کلی برای سیاست کلی دولت مطرح میکنم که دولت به هیچ وجه حاضر نیست که بره. من از اون اشخاصی هستم که اگر آقای خمینی تشریف بیارند، حاضرم بهشون احترام بگذارم، حاضرم بهشون دیدنشون برم، هیچ اشکالی برای بنده نخواهد داشت. خب سیاست اون هم، ولی یه ایشون اعلان حکومت جمهوری کرد، بنده نه همکاری میکنم و نه استقامت میکنم، میگم خیر. تا اونجایی که بتوانم میگم خیر، اونجایی که نتوانم حاضر نیستم برم بگم بنده قربان حاضرم نخست وزیر شما بشم، به فرض محال که ایشون بخواد، من این کاری نیستم. وقتی که قبولی مسئولیتی کردم میستم، و اگر ایشون نیامد که البته به نظر من کار ما چیز بحران ما تیمسار تودهیه من خوب میشناسم، به من فرصت نباید داد که ریشه بدارم. از کنم که بابان اون که فرمودید که باید تلاش کنیم که اینها از هم نپاشه، بنده به مسئولیتی که در مقابل ملت و جناب عالی دارم عرض میکنم که این اعلان خطر رو میکنم از لحاظ نیروهای انتظامی، و مخصوصا گذاشتم هر کدوم از آقایی رسیدن که بگویم خدمتتون، ولی اون لیمیت، اون حد واقعا درست نمیتونم، میترسم که بگذاریم، میترسم در تشخیص اون حد اشتباه بکنیم. ما به دست خودمون خرابش کردیم، هی گذاشتیم جلوش، به مقدساتش فوش دادیم، بگیم حرف نزن، این روز دیگه میخند، این شل شد. روزی فرمودی این مسئله، من دو روز گفتم تشکر داشتیم مثل این که داره. گفتم هیچ آرتشی باور کنید من، یعنی باید افتخار کنیم به چنین آرتشی، واقعا باید افتخار کنیم که با وجود تمام این به اصطلاح مصائب و تمام این جریانات، که این چیزی که با براش مقدس به هر صورت روش مملکت ما قانون اساسی ما اینه میگفته، ما اینجور تربیتش کردیم، خود بندرم تربیت کردن. اون روز گفتم با آقایون ما رو به دانشده افتری، ما گفتن آقا آیین خود را بنگارید، ما میدویدیم زمین، رو زمین میخوابیدیم، صورت رو میذاشتیم رو زمین و مینوشتیم چو ایران نباشد تن من مباد. اینه به من درس دادن، به ما گفتن خدا شاه میهن، ما اینجا بزرگ شدیم، من تیم سال مزرد میکنم، بزرگ کردیم اما چهار ماهانی پنج ماه این درسته، ما رو تلقین کردیم. منظور من، ما این رو تو خیابون نگه داشتیم، به مقدساتش توهین کردیم، دست بالش بستیم، نگذاشتیم. در بین میتوانم از حالا به جنابالی بگویم با کمک تیمسار، با تماسی که با طالقانی و بازرگان اینا میتوانیم بگویم، آسون تر میشه اگر راه پیمایی باشه، آسون تر. و اما این قسمتی که فرمودید، اون قسمت های بعضی از مطالب رو بنده عرض بکنم. چند تا مطلب فرمودید، یکی این بود که این جنگ فرمودید که هر کس که مقاومتش بیشتر باشد در جنگ برنده است، ولی یک اصل دیگری هم هست و اون اصل تعرض است و اصل تدافعی. حمله بهترین دفاع است. شما میفرمایید بنده بهتر از بنده میدونید. نه، منظور ارزم این بود که ما متاسفانه مدافع شدیم،
و در دفاع هیچ کس برنده نبوده تا این روز. من هم حالا چیزی نمیخوام بگویم، فقط خواستم که این رو خدمتتون گفته باشم. دفاع میکند بله. عقب نشینی هم میکند، چرچیل عقب نشینی هم کرد، من قبول دارم قبول دارم، ولی ما همش عقب نشینی کردیم تا این روزها. اینم فقط خواستم عرض کنم که بتونم هیچ حرفی از ندارم. و اما راجع به این روزنامه ها که این اعلام جمهوریت اینها رو می نویسن، من نمیدونم که با به اصطلاح تدبیر و با سیاست دولت که مغایرت داره، حق ندارن صحبت از جمهوری و نمیدونم حکومت انقلابی و این چیزها بنویسن که زمینه رو برای اون روز ره آماده بکنن. خب ملاحظه فرمایید روز ره رو ما میتونیم اینجور مجسم کنیم که یکی بگوییم که خب اینها هدفشون رفتن علازت بود تمام شد مثلا، ولی یکی دیگه هم این که این میگوید ما 4 ماه 6 ماه یا 1 سال داریم زحمت کشیدیم و رسیدیم. یعنی اون چی که روزنامه ها نشون میدهد، اون چی که تیترهای دیشب روزنامه بود بالاش نوشته بود که گروه ها مسلح میشوند، همچین میکنن، همچین میکنن، حمله میکنن، فلان میکنن، هیچ بعید نیست که اینها هم بینن ما رسوندیم به اینجا، چرا بهره برداریش نکنیم؟ چرا بهره برداریش نکنیم؟ خب بهره برداری یعنی چی؟ یعنی همون جمهوری اسلامی بریزیم فرض بفرم. نمیدونم، من نمیدونم اشکال کار همینه و اون مجهولی که ما داریم همینجاست. صفوف خمینی چی ها و کمونیست ها هر روز به نظر من روشن‌تر از هم جدا میشه. تیمسار مقدم میتونم به نوی جنابانی شاید اطلاع داشتید یا دارید روز به روز. بله. حتی در دانشگاه ها، حتی توی آمفی‌تئاتر ها، تمام اینا رو من اطلاعاتی که به من میرسه حاکی از این. این روش اگر با زمان هم گفتم استقامت بکنیم، ادامه پیدا بکنه، اینا رو با کاملا جدا از هم کنیم. دیگه بودی یک فران با یک کدامشون مدارا میکنیم که بله. خطرناک نیست، اون اولی رو میکوبیم بعد برمیگردیم به سراغ اون یکی. این شرایطی که الان پیش آمده، اولا راجع به روزنامه ها که فرمودید، روزنامه ها صریح یکی نمیشن که آقای خمینی گفته و میاد و فلان روز چی بود. میگن بعضی از اطرافیان امام خمینی با یکی از مخبرین چی میگوین که گفته است، ما هرچی که دلشون بخواد بایدش بایدش. بنده میگم همه اینا البته دروغ نیست، ولی بنده اطمینان دارم که هنوز توی مرز آیت الله خمینی رژیم و حکومتی که میخواد پیاده بکنه وجود نداره. هنوز وجود داره. مگه بیاد اینجا راهنمایی های بشه و تناقضات اینجا رو ببینه و ببینه که این مملکتی که الان هست مملکت 15-16 سال پیش هم دیگه نیست و باید یه فکر دیگری بکنه. حالا به هر صورت مقصود من اون روز عرض کردم که ما یعنی از نظر نظامی و از نظر به اصطلاح نظری که بنده میتونم خدمتتون بدهم، ما باید اون بدترین وضعیت رو پیش بینی بکنیم و طرحمون رو روشمون رو برای اون بدترین وضعیت تهیه بکنیم. هر چی کمتر شد خب بهتر اصلا نمیشه، ما داشتیم نداریم دیگه. یه خبر دیشب جناب عالی به تیمسار رحیمی فرموده بودید، وقتی که ما این رو امروز در هیئت شورای فرماندهان بنده گفتم، یعنی فرماندهان با یک اصطلاح آقایون بودن داشتن، تیمسار هم خواهش کرده بودن، بودن همه آقایون بودن دیگه، بر همه بودن که با یک برای 100,000 نفر آماده بشه. وقتی که اینها خیلی با حرارت صحبت ها کردن، حمله ها کردن، واقعا جلسه ای بود که ای کاش من میدونستم گفتش داشتید در رو میدیدید. وقتی که من گفتم آقایون تحمل کنید، گذشته است، ما تحمل کردیم، ما مشکلاتمون رو من از طرف شماها به جناب نخست وزیر شب خواهم گفت. ولی وقتی این خبر رو من اونجا دادم، من فشار در تحت فشار قرار گرفتم، گفتم آقایون ببینید ما تا به حال گفتیم بارها، من به عنوان وزیر کشور جامون گوشه بود اینجا گفتم که آقایون ما تمام گرفتاری ما این است که ما اعلامیه دهنده رو آزاد گذاشتیم، اعلامیه پخش کننده رو میگیریم، تحریک کننده رو آزاد گذاشتیم، تحریک شده رو میگیریم، بعد از چند روزم بلش میکنیم، تا قیامت این کار تمام شدن نداره. ما یا میخواهیم جلوگیری بکنیم یا نمیخواهیم جلوگیری. اگر نمیخواهیم جلوگیری کنیم چرا آبرو ارتش رو میبریم؟ فورا مثل شیراز تمام کنیم، جمع کنیم ببریم شیراز. پیشنهاد کرده، استدعا کرده که اجازه بدید من جمع کنم. فردا اگر دشمن آمد به کردستان گفت من با کی جلوش بگویم، جلوش بیستم، جمع کنیم. اما من نمیتونم این پیشنهاد در پیشنهاد بدن ولی عرض کنم در شیرازم من در حقیقت شرمنده نیستم چون من پیشنهادی نکردم در خدمتتون. این حرف نمیتونم بزنم برای اینکه خدای نکرده گفتم این ممکنه سوء تفاهم ایجاد بکنه، ولی وضع این است.
تا من گفتم که جناب نخست وزیر دستور دادن که 100,000 نفر محل پیدا تهیه بکنید برای دستشیری، بعد دیدم اینها یک حالتی پیدا کردن که یعنی دولت موضعش روشن شده است که این نمیشود، مملکت داره از بین میره و ارتش هم از بین میره و همه چی از دست میره. بنده خواستم عرض کنم که این خبر، خبر برای اونها خبر بسده بخشی بود. بتوانیم با یک تدبیری، هر تدبیری که شما میفرمایید، ما اون تدبیر رو اینجا هماهنگ کنیم با همه مسئولین و اون رو اجرا بکنیم که بتوانیم که بگوییم که فردا در مقابل اینکه اشخاص هر شب به من چندین تلفن میکنن. این بود که بنده خواستم که وضع رو حضورتان عرض بکنم. تمنا میکنم. خواهش میکنم. راجع به گزارشی که در بعضی از نقاط کشور مثل آذربایجان غربی، بله بله، بنده هیچ دستوری نمیتوانم بدم جز این که کوبیدن بلا قید و شرط هر کسی کجا میتوانید بکنید. اصلا صحبت مماشات و صحبت این که چگونه با اینها عمل میکنیم نداره. هر وقت شما پرچمی دیدید، جز پرچم ایران، گروهی دیدید که یه صحبت به نقل از استقلال میزنند، حتی از خودمختاری میزنند، یعنی پشت این خودمختاری اون استقلال خواهد بود. بنده بنده حاضران انجمنهای ایالتی و ولایتی تمام استانهای ایران کارهای خود استان تمام آزادانه انجام بدن. هیچ علاقی بنده ندارم به اینکه کارهای استان اصفهان همش باید بیاد پیش مدیر کل در تهران و اون دستور بده. ابدا باید به خود اصفهانی اجازه داد که خود تبریزی های کار بکنن. اما راجع به مسئله استقلال به هر گوشه از ایران، مخصوصا این نقاط حساسی که در گزارش تیمسار بود، بنده گمان می‌کنم که ارتش وظایفی داره که کاملا روشن و غیر قابل تردید. مسئله پیش میاد وقتی که یه نفر اختلاف سلیقه داره، میگه آقا بنده ایرانی ام و تهرانی یا اصفهانی یا شیرازی، ولی میگم مرگ بر کی زنده بر کی. این البته ناراحتی ایجاد میکنه ما بین شما و بنده و اختلاف سلیقه. یه راجب ایران موافقت داره، ولی راجب رژیم، راجب حرفات تردید داره. من شخصا که به قانون اساسی معتقد هستم، معتقد به این هم هستم که تا ممکنه با این آدم مماشات بکنیم و خسته بشیم. اما اگر در ضمن عمل به یه جای برخوردیم که این مماشات ما کار را تبدیل میکنه به یک از هم گسیختگی انتظام و نظم کشور، و ما باید استقامت کرد و کوبید، نه اینکه استقامت کرد فقط ایستاد تا جلوشون. این به نظر بنده سیاست کلی ما باید باشه و به تمام مردم حکایت را میگویم خودم که شما بدانید که این خواسته هاتون اجرا شده یا در شرف اجراست. آزادی زندانیان در ملقای حکومت نظامی به تدریج تمام اینها مشغول هست. اما اگر خیال بکنید که یک حکومتی دارید که اون حکومت جز اون تعهدات قانون اساسی وظیفه‌ای داره، اشتباه کرده و این حکومت در اختیارش تمام نیروهای مسلح شاهنشاهی هست و این نیروهای مسلح بدون اینکه کمترین علاقه‌ای به درگیری با کسی داشته باشن، وظیفه دارند و دستور دارند که هر جا تهاجم به صورت یک خشونت جدی که نظم و آسایش مملکت را ممکنه به هم بزنه روبرو شدن، پاسخ خواهند داد. اینو بدون چون و چرا بهشون خواهم گفت. البته فحش‌هایی خواهد بود تو نامه که آن بدن فردا رو دیوار بنویسن، هیچ اشکال نداره، باید این چیزا رو تحمل بکنیم ما. اینه که بنده گمون میکنم که نظریات ما از هم دور نباشه. اون قسمت آذربایجان اینا رو بنده این اون دفعه هم گفته بودم، اصلا مسئله نیست برای من. اصلا در همون اصطلاح به علت این که طرز تفکر، من فکر میکنم که وقت واقعا هدف یکی باشه، شاید راه ها هم همون یکی در بیاد. بنده این دستور عمل رو نوشتم، فرمایشات جناب عالی در اینجا منطبق با قانون کردیم. اگر اجازه میفرمایید بنده یه قسمتش رو فقط بخونم. یعنی ما نظامی ها کاری که داریم مستسترید که موضوع آماده باشه، داریم تردیدی نداریم، یه دردش بذار آماده باشه. پس در سراسر کشور برای اون روز میدهیم. برای یه روز من پیشنهاد کردم که برای تاس و عاشورا من پیشنهاد کردم آقا بیایید، که دو راه حل گفتم. یا بیایید حکومت نظامی در تمام کشور برای یه هفته سه روز، یا اینکه یا بیکن آزاد هم کشکی کردیم بالاخره بسم الله دوم شد. بسیار خوب، حالا همین که نظر جناب عالی رو ما اینجا نوشتیم، اگر اجازه فرمایید به این طریق بنده آماده باش نوشتم، وقت رو نمیگیرم. از زمان برقراری وضعیت بحرانی قرمز، فرماندهان نظامی مناطق که مسئولیت برقراری امنیت را در منطقه استحفاظی به عهده دارند، موارد زیر را به موقع اجرا گذارند. الف و
به منظور انجام هماهنگی‌های لازم و هدایت عملیات یک پست فرماندهی متشکل از عوامل ژاندارمری شهربانی سواک منطقه و هر عنصر دیگری که مورد نیاز باشد معتمدین محترمین هر کس میخوام مستقر و مشغول به کار شد. چنانچه تظاهراتی به طور آرام و بدون خشونت انجام گیرد برای متفرق ساختن مردم از وسایلی مانند گاز اشکاور و سایر وسایل استفاده کرد و به نحوی که تلفاتی در بر نداشته باشد، لیکن چنانچه چنین تظاهراتی تبدیل به اختشاش، غارت و تخریب گردد، با قاطعیت وارد عمل شده و با استفاده از اختیارات قانونی برابر ماده 343 قانون دادرسی به کیفر ارتش چنین اختشاشی را سرکوب سازد که اونجا اجازه میدهد. آرام باشه. ممکنه من چیزایی زده میهنی بکنم. نه پشترش، یعنی اگر اون ممکنه که به طور درست تصحیحش کنیم. من البته الان دادم به بنده تیمسار تصحیحش میکنیم که ممانعتی به عمل نیاید، ولی اگر تبدیل به چیز شد به تدریج این کار رو بکنم. صحیح بنده الان دادم، من نخونده بودم. خواهش، ما تدبیر کلی جناب نخست وزیر رو میخواییم تو این کاغذ بیاریم ابلاغ بکنیم و وقت در نحوه اجرا شما اون دو تشخیص میدهید. حالا مطرح هم کردید، اگر موافق دارم بنده موافق هستم به این که همینطور قوای انتظامی همینطور هم که در دانشگاه پری روز این کار کردید، بنده خودم تلفن کردم به 300 متری دانشگاه، این دکتر شیبانی هم یا بیان پیشنهاد کرد که قوای انتظامی دیده نشن. ولی دیده نشن عقب بشن، باید آدم قوی باشه ولی قدرتش هر روز به رخ مردم نکشه، گاه و بیگاه باید بکشه. اگه دائما این کار شما کردید دیگه ابهتش از بین میره دیگه. ببینید همین مسئله اینه که اگر که یه سینمایی رو قولی این سینمای دیگه نمونده، اگه دوست دارید دیگه مونده سینمای آتش خور میارزه به این که به قتل عام برنگرده، چون شلوغه، عده معدوده، معدود نیست. ولی اگر که دیدید این عمل مخصوصا در یه نقاط حساسی که برای دفاع لازمه، مثلا حمله کردند از اونجا به یک کلانتری، به یک جایی که یک گروهی سرباز تلویزیون اونجا تلویزیون به رادیو به وزارت خارجه، یعنی اون چیزاست که ارتش دارن، وزارتخانه‌ها به نقاط حساسی که دولت رو واقعا تشکیل میده، دولت عبارت از مجموعه تمام اینهاست، دیگه یکیش کم بشه کمه، یه مثل دندانی که افتاده دیگه باید جانشین پیداش کرد، براش پیدا کرد. اینه که بنده جمال میکنم که همین روشی که اتخاذ کردید روش صحیح خواهد بود و بنده حتما اگر چراغ ها رو روشن میکنند و داد و جا و چی میکنند این رو اصلا آرام بدون خشونت کاری نکنند. اگر چنانچه شروع به خشونت نمودند برای خشونت از خشونت هم بنویسید، از دلیل مثلا آتش زدن خشونت ممکنه به همون شعار تمام بشه، اونا به شکستن مثلا دو شکست داد باشه، از دو تا شیشه هم شکستی اهمیتش ندید، اون دو تا شیشه شی هستن ولی اونجوری نمیشه بعدش خوبن. چنانچه چنین تظاهرات تبدیل به اختشاش اختشاش بعد تخریب گردد با قاطعیت بله، ولی اقتشاش را با شکستن فرض کنید که آجر میندازه اون بالا خیلی ما بخوایم با ماده 343 قانون منطبق بشه بله، اینه که این مسئله به طور حاد در 4 5 تا شهر خواهد بود، البته تهران احتمالاً تبریز، مشهد، اصفهان و شیراز، جای دیگه بنده گمان نمی‌کنم که ارتش پروبلم بزرگی داشته باشه در اینجا. خب دیده شد باید جا خمینی مرتبه مثلا نمیدونم برای تو مهم میدید نه خمین بکنم بلی آتش بزنم تا ما عراق شد مثلا بکنم روانی خمینی اگر به ایران بیاد بعد از 3-4 ماه خیلی زودتر دگم این چیز نه غیر از اون بکتر دگم که شد آخونده میکنم آخونده من کلا به توده یا قبل از این که توده یا به حساب آخوندش برسن آخونده میخواهد بنده از لحاظ نظام تمام آخونده دل پاکونی دارند از دفتر طرف رو باید شناخت. امریکایی سانسسیونله، امریکایی دنبال هیجانه، امریکایی به هیچ وجه براش اهمیت نداره که واقعا ایران بمونه یا نمونه، امریکایی رو عوضا دربارش گفتن اینا این امریکایی فقط مال برای نفتمون میخوان و موقعیت استراتژیکی بود.
و هیچ به استقلال ما اهمیت نمیدن. این فرمایش بود که خود بنده انگلیس هم همینه، فرانسه هم همینه، منتها بعضی وقتا منافع اونا منافع او هم تطبیق میکنه باشد. یه چیزایی میگن که برای ما خوشاینده، وقتی خیال میکنن که یه منافع خودشون رو باید اینجوری برن جلو و سانساسیون کنن، اینا آقای خمینی رو برمیدارن میبینن اونجا در شاپولی پاریس میذارنشو مخبر و تلویزیون و رادیو و برو و بیا. آقا داره چیکار میکنه؟ آقا جسپندستان سریعن به تو میگم، آقا جسپندستان داره آتیه سازی میکنه، میلیارد ها کنترات هایی که با فرانسه بسته شده این کنه که میاره لغو میکنه، این باید زمینه رو برای عبوز بسازه. ملازم هم میگه او که نمیاد به حرف من این کار میکنه، دازه کی میکنه؟ شما یعنی بدونید که وسایل ارتباط جمعی در کشورهای اروپای غربی همه دسته، یا سوسیال دموکرات دو آتیشه هست یا واقعا سوسیالیست ها. یه چیز دیگه هم براتون پخش کنم، موقعی که جاوید نام سپهبد مهدی رحیمی از ایشون میشنوه که خود دکتر بختیار یه جا میگه این کسانی که دارن عاملین اصلی هستند در آشوب رو برید دستگیر کنید، ببینید چقدر سپهبد رحیمی خوشحال میشه. اگر اشتباه نکنم سپهبد رحیمی هست، مطمئن نیستم ولی احتمال بسیار بالا صدای سپهبد رحیمی هست در اینجا. ولی به هر حال از طرف طیف آرتش چقدر خوشحال میشن، ولی بلافاصله باز دکتر بختیار چجوری، ببخشید دارین اصطلاحی که به کار میبرم، چجوری به پرشون میزنه. بشنوین آزاد پندشم مروبا شده دیگه، مزمونین و محرکین و کار چرا رو میتونه بگی؟ برای میتونه بگی بنده حتی بگی چه نفر رو بگیم که بابا بگیم که بابا افرادی که واقعا میدونید محرک هستن تیم ساعت بگیرید، چون هیچ اشکالی نداره. نمیگم سواک بگیرید، چون نه 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 بابان اگر این چیزی بیده حل مسئله است، بنده قول میدم به جناب عالی مخصوصا برای این بودهای بحرانی. خب در روز نفر زندان باشه دیگه، کسی در روز زندان باشه چه اشکالی داره؟ حتی مسئله حل میکنم، حتی مسئله نه، مذهبیون خودشون مزاحم قدر نیستند. اینهایی که گردانندگان و عقل متفکرن، مغزهایی که طراحی میکنن این برنامه ها را، روحانیون اگه شما طالقانی رو گرفتید ضرری زیادتر از نفعشه، چون با طالقانی میشه نشست گفت آقا روز عاشورا اینطور بیا یا اونطور بیا. این قسمت رو داشته باشید، این زاویه برخورد دکتر شاپور بختیار در این مقطع رو با آرتش داشته باشید. دوستان ببینید، در حال ادیت برنامه هستم و ببینید دلم میخواد که منصف باشم و یه مسئله رو باید اینجا عنوان میکردم. یه عبارت کوتاهی از شاپور بختیار در رسانه‌های داخل از کشور پخش شد که داره از خمینی تعریف و تمجید میکنه. من اطلاعات صحیح از زندگیش دارم، خیلی آدم با تقواییست، این اطمینان داشته باشید که فوق العاده با تقواست. و الانم در پاریس و تیمسارم بدونن ایشون با همه اون ده هفتاد نفری که چهست هفتاد نفری در اطراف نشستن، روزها هر روز آب گوشتی، شبها ماست با کشمش یا انگور. و اصولا آدم مادی و پی به چیزا هیچ نیست. اینا رو آدم خوبه از طرف بدونه که نقاط قدرتش هم اینا هست. مرتازه اصلا مرتازه. یه آدمش که یه حالتی داره که مثلا هیچ وقت بدی کسی، غیبت کسی، این چیزا رو نمی کنه. بعدها همین تیکه رو یک سری از مخالفین شاپور بختیار در بین مخالفین جمهوری اسلامی که مخالف شاپور بختیار هم هستن، این یک تیکه رو پخش میکنن به عنوان سند دفاع بختیار از خمینی. این منصفانه نیست و من خواستم اینجا بهتون بگم که از اونجایی که من 5 ساعت فایل های صوتی شورای امنیت رو شنیدم، بهتون میگم که این قبل و بعدی داره. بختیار داره دشمن رو تحلیل میکنه و اولش هم توضیح میده. اینا طولانی میشه مگه من کامل براتون پخش کنم؟ بختیار داره دشمن رو تحلیل میکنه و داره میگه که نقطه‌ای که مثبت هست در دشمن و باعث شده که این مورد توجه مردم قرار بگیره این چیز هاست. و بعدش در ادامهش توضیح میده که برای اینکه دشمن رو بشناسید باید نقاط مثبتش رو هم بشناسید، و بعد دیگه میره دنبال بقیه راه ها برای مقابله با خمینی. که حتی در جواب این صحبت های بختیار در همون جلسه یکی از اعضای جلسه میگه که آره منم شنیدم مرتاض و حالت های اینطوری داره و اینا.
این که یه واقعیته، یعنی اینو به عنوان یک سند دفاع بختیار از خمینی و اینکه مثلا خواسته بقیه رو مجاب کنه که خمینی رو بیاید بپذیرید نبینید. داره نقاط مثبت دشمن رو تشریح میکنه. اما یه نکته هم هست، شاهنشاه آریامهر در کتاب پاسخ به تاریخ خمینی رو جادوگر با استعاره، نه معنی خود جادو که نیست، جادوگر عنوان کرده و طرفدارانش رو شاگردان جادوگر. واقعا درسته. شما ببینید علاوه بر مردم ایران، اون بخشی از مردم که اون طوری در شورش 57 عمل کردن، نگاه کنید نخست وزیر مملکت در تشریح نقاط مثبت دشمنش به چه چیزایی از خمینی داره اشاره میکنه. یعنی خمینی ملعون خودش رو چجوری پرزنت کرده بود به بقیه و ذات اهریمنی خودش رو بروز نداده بود در اون حد که بعدها همه متوجه شدن. میخوام ببینید که خمینی چه جادوگری بود به قول پادشاه. یه مسئله دیگه که اتفاق میفته در دوران نخست وزیرشون و مهم هست رو خدمت شما عرض کنم و اون این است که ایشون رسماً یک جانبه قراردادهای خرید تسلیحات نظامی از آمریکا رو در 15 بهمن 57 ایشون ملغا میکنه، یک طرفه از طرف ایران. همیشه در تمام صحبت‌های شاپور بختیار و البته دیگه همه مخالفین پادشاه در دوران زمامداری ایشون، اینها به شدت انتقاد میکردند، حمله میکردند به پادشاه بابت خریدهای نظامیشون، بابت اینکه چرا اینقدر در زمینه نظامی پادشاه سرمایه گذاری میکنه، بابت خرید تسلیحات نظامی. من باید بگم که تاریخ ثابت کرد که حق با پادشاه بود. تاریخ ثابت کرد که پادشاه خطر تجاوز کشورهای همسایه به خصوص عراق رو ازش آگاه بود. و یه نکته بهتون بگم بسیار شگفت‌انگیزه در کتاب نگاهی به شاه، موقعی که دکتر صدیقی به شاه میگه که ما میخوایم بیایم و بودجه آرتش رو تقلیل بدیم، این جمله شاه در کتاب نگاهی به شاه آقای عباس میلانی هست که شاه برمیگرده بهش میگه که پس با عراق چه خواهید کرد؟ ببینید حتی بعد از جنگ ایران و عراق، بعد از شروع جنگ ایران و عراق، پس از پیروزی کامل این شورش 57، به طور کامل مشخص شد که چه چیزی مملکت ما رو نجات داد، چه چیزی مملکت ما رو حفظ کرد. من در این مورد در برنامه افشای حقایق ارتش شاهنشاهی از زبان و قول امیران ارتش پس از شورش 57 که نقش بزرگ در جنگ ایران عراق داشتند، این مسائل رو برای شما پخش کردم. این حرف بنده یا حرف افرادیه نیست، حرف بزرگان ارتش، قهرمانان جنگ ایران عراق است که همه اینها رو در اون برنامه امیدوارم ببینید. امیدوارم وقتی یه برنامه رو به تو معرفی میکنم، وقت نمیکنم الان یه دفعه بیام کل اون ماجرا رو برای شما صحبت کنم، فقط امیدوارم که این برنامه ها رو سر فرصت ببینید حتما. من بخشای از صحبت های جناب ناخدا هوشنگ صمدی رو براتون پخش میکنم. فاتح خرمشهر از کلاه سبز های تکاور ارتش شاهنشاهی که الان هم بازنشسته شدن در ایران، منتها جزء فرماندهان ارتش بودن بعد از انقلاب و فاتح خرمشهر هم بودن. من بخشی از صحبت‌های ایشون رو براتون پخش می‌کنم، با هم می‌شنویم. بسیار مهم و جالبه. و دوستان عزیز، آقای حسین دهباشی از ایشون پرسشی مطرح می‌کنه. خوب دقت کنید. میگه که آیا درسته که ارتش ایران، منم بعضی جاها در این برنامه ارتش شاید بیاد تو دهنم، به خاطر اینکه لفظش راحت‌تر در گفتار عنوان میشه، ولی درستش ارتشه. بازم میگم ارتش ایران ارتش رژه بود. میگن ببینید، میگن که ارتش شاهنشاه ایران ارتش رژه بود، نمایش بود. این تبلیغات در موردش درست نبود. و آقای دهباشی میگه که با توجه به این، اگر عراق در دوران حکومت پهلوی
عراق در دوران حکومت پهلوی ایران حمله میکرد چه اتفاقی میافتاد؟ بشنو. موقع درگیری اتفاق میافتاد، جنگی اتفاق میافتاد با توجه به اینکه ارتش عراق ارتش جنگ دیده ای بود، کار آزموده بود، با اسرائیل جنگیده بود، با کردها جنگیده بود و ارتش ایران اصطلاحا ارتش رژه بود. به نظرتون نتیجه جنگ چی میشد؟ اصلا امکان نداشت، یک روز بیشتر وقت نداشتن. اینقدر بگم بهتون، لشکر 92 زیره اهواز به تنهایی جلوی لشکرهای عراق با میستاد. لشکر زیره اهواز تانک چیفتن داشت، تانک چیفتن روش توپ 120 میلیمتریه، این توپ در حال حرکت تیراندازی میکنه، با اون زمان با کامپیوتر این تیراندازش رو تنظیم میکنه. کار آسانی نبود. توپخانه ارتش هاورکرافت ها نمیدونم نیروی در زمینی هوا نیروز هوا به ازای هر یک تانک عراق یک هلیکوپتر کبرا داشتیم ما، امکان نداشت بتونه مستقر بشه. خب حالا پس این ارتشی که اینقدر قدرتمند بوده چطور در موقع جنگ بعد از انقلاب دووم نیاورد اونطوری که باید جلوی ارتش صدام؟ اما همه اینها رو ما داشتیم و در سال 59 عراق وارد شد. خب شما سال 59 یک چیزی از شما سوال میکنم، شما سال 59 بیایید شهریور ماه سال 59 امکانات و استعداد رزمی و استعداد پرسنلی و تجهیزاتی ارتش ما را با ارتش عراق بشینید مقایسه بکنید. ارتش 31 شهریور ایران با ارتش 57 ایران خیلی فرق داشت. ما در موقعیت انقلاب بودیم، در موقعیت انتقال قدرت بودیم. تبعاتی که از انقلاب توسط معاندین ارتش گروهک ها در اوایل انقلاب برای ما اومده بود در جریان هستین. شما تصمیماتی که سیاسیون برای ارتش گرفتن در جریان هست و یه مسئله دیگه که باز در یک برنامه دیگه خدمت شما پخش کردم این هست که همین حضرات که بعداً در جمهوری اسلامی حاکم شدن در برنامه اعترافات آری بن مناشه عامل موساد و دوست اسحاق شمیر نخست وزیر اسرائیل که بعداً در که بعدن میاد و مسائل متفاوتی در مورد روابط اسرائیل و جمهوری اسلامی مطرح میکنه و این برنامه رو من بر اساس کتاب پول خون ساختم که اعترافات آری بن مناشه در دادگاه در آمریکا هست، میبینید که چطور به چندین برابر قیمت همین حضرات جمهوری اسلامی امثال رفسنجانی و اینها و نمایندگان خود خمینی مهدی کروبی اینها در دیدارهایی که در هتل ریتز در اسپانیا با جورج بوش انجام میدن، جورج بوش اون موقع معاون ریگان بود و مسائل متفاوت و اینها، میبینید که اینها به چندین برابر قیمت میفتن دنبال همون سلاحایی که پادشاه به دنبال خریدش بود و داشت از نظر تسلیحاتی ایران رو بهش مجهز میکرد. همه اینها هست، اینها واقعیت‌های تاریخه. یکی از این معاملات خمپارانداز های 51 میلیمتری موتور برای تانک های چیفتن، توضیح گوش کنید توضیح، 30,000 تا 40,000 دلاری موتورها ارزش داشتند، 450,000 دلار 30,000 دلار تا 40,000 دلار ارزش داشتند، 450,000 دلار هر کدوم رو به ایران فروختیم. بی شرفایی که پادشاه ایران شاهنشاه آریامهر میگفتید چرا هزینه میکنی برای آرتش؟ چرا این تانک ها رو میخری؟ شما بعداً 30,000 دلار موتورش رو افتادید این ورانور با 450,000 دلار خریدید. $7 بیلیون اسلحه از طریق اسرائیل خریدید و خدا میدونه اگر این از این رو پادشاه میکرد چی گیره ما میومد. شما چی گیره آوردید؟ یه نمونشه تانک چیفتن و موتورش رو 30,000 دلار و 450,000 دلار بهتون فروختن، اون همه گفتید اومد این همه داره هزینه میکنه برای آرتشش، این همه کوبیدنش که داری از خارجی آمریکا و جای دیگه اسلحه میخری، افتادید به التماس اینور اونور مافیا پول کثیف مواد کثافت کاری 10 برابر ارزش قیمت همون چیزی رو که ایشون دنبالش بود خریدید. رفسنجانی فردا من گفت ما در وضع بسیار بدی قرار گرفتیم، به نظر میرسد که نیروهای عراقی در حال پیش افتادن از ما هستند، ما باید جنگ افزارهایی را داشته باشیم تا بتوانیم تانک های آنها را متوقف کنیم. شما خود میدانید چه میخواهم بگویم، ما نیاز به موشک های تی او دبلیو داریم. وقتی داشتم کتاب پاسخ به تاریخ رو میخوندم در بخشی از این کتاب شاهنشاه آریامهر صحبت میکنه از کارخونه بزرگی که در شیراز تاسیس شده بود برای تولید، دقت کنید نه خرید، تولید تسلیحات نظامی در ایران و
و توضیح میده که بعد از انقلاب چه اتفاقی بر اون کارخونه افتاد و از کار افتاد و رهاش کردن و اینها. این تی او دبلیو رو که رفسنجانی اینجا داره میگه ما موندیم بدون این کارمون پیش نمیره، از اسرائیل میخواد بخره. شاهنشاه آریامهر، من از اونجا تو کتاب به یادم بود، رفتم دوباره کتابو باز کردم، خودم براتون عکسش هم میذارم. شاهنشاه آریامهر داره جزوه مواردی که در اون کارخونه در شیراز خط تولیدش انجام شده بود اینو مینویسه: روح شاد اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ آرتشدار، روح شاد. ما در فکر آن بودیم، کتاب پاسخ به تاریخ، که به نوع متعارف این موشک‌ها که دارای سرعت کمتر از صوت است اکتفا نکرده و به ساختن موشک‌های موشک‌های فوق صوت تی او دبلیو با لیزر بپردازیم. یعنی چیزی رو که رفسنجانی بعداً این طور افتاد دنبالش به عنوان فرمانده جنگ و نمایندگان ایران طوری افتاده بودن دنبالش، شاهنشاه خط تولیدش رو ایران رو انداخته بود. کتاب پاسخ به تاریخ رو موقعی که پادشاه نوشته چندین سال بعد اصلا جنگ ایران عراق پیش میاد. ببینیم من چند سال از زندگیش از زمان خودش جلوتر بوده. نوع موشکی رو که عراق اگه به ایران حمله کنه ایران احتیاج داره رو نام برده، چیزی که بعداً جمهوری اسلامی افتاد دنبالش و با چندین برابر قیمت از اسرائیل خرید و باعث شد پول اون خرید و فروش هم تبدیل به شهرک‌های یهودی در اسرائیل، در سرزمین‌های اسرائیل که امروز میگن این شهرک‌ها اشغالگریه. اینو پادشاه اون زمان به نام، با نام نوع موشک میگفت ما تولید داریم می‌کنیم و لازمه اون اینا. و اما یک مسئله که دلم می‌خواد اینجا برای شما عزیزان پخش کنم و واقعاً دردناکه و واقعاً قلبم آتیش می‌گیره وقتی میشنوم و وقتی شنیدم، چیزیست که شما خواهید شنید و واقعا نمیدونم تمام وجود من رو آتیش میزنه این فایر رو هر وقت که میشنوم. ببینید هدف پادشاه در زمینه آرتش شاهنشاهی چه بود. آرتش شاهنشاهی رو داشت همینطور مجهز و مجسر میکرد و ما قرار بود چه خط تولیدی در ایران به راه بیاندازیم. بشنویم با هم. من حدود 6 ماه قبل از انقلاب از طرف بازرسی نیروی هوایی ماموریت پیدا کردم، رفتم امریکا، شهر کولومبوس اوهایو. اونجا مرکز تعلیم پرسنل فنی برای کشورهایی بود که F-16 خرید بودن، که ایران هم یکیشون بود، که ایران هم یک دفتری اونجا داشت که سروان اکبر ریحانی پور که از افسرهای مینتیننس بود، که در ضمن معلم زبان لابراتوار زبان هم بودن ایشون، اونجا بود دفتری داشت و من رفتم دفتر ایشون رو. از به اصطلاح ماموریت همین بود که از پیشرفت کار آموزش پرسنل فنی F-16 ببینیم که عقب نیستن، به موقع میرسن. از 300 فروند F-16 خریده بودیم ما، پولش هم پرداخت شده بود و قرار بود که اولین اسکادرانش اردیبهشت 58 وارد ایران بشه. یعنی چند ماه بعد از انقلاب قرار بود اولین اسکادرانش وارد بشه و بعد قرار بود که بعد از اون که 300 فروند رو گرفتیم در ایران این هواپیما مونتاژ بشه و به کشورهای دیگه فروخته بشه. یعنی قرار بود که F-16 در ایران مونتاژ بشه، ولی خب با وقوع انقلاب قرارداد رو کنسل کردن که پولاش هم که هنوز که هنوزه بلوکه شده و پس ندادن بهمون. 300 تا F-16 بود، 7 تا AVAX بود خریداری شده بود و فکر کنم 60 تا یا 70 تا دیگه F-14 بود که قرار بود بیاد. و اصلا داشتیم ما ناو خریدیم، درسته؟ نه، ناو هواپیما برای هیچ وقت در پروژه ایران نبود، برای اینکه تنها جایی که میتونستیم استفاده کنیم خلیج فارس بود. خلیج فارس همش عریض‌ترین جاش 50 مایل، زیر دریایی هم به همین دلیل اون موقع به فکر خریدش نبودن، برای اینکه خلیج فارس عمق زیادی نداره و زیاد کاربرد نداشت. وقتی که شما پایگاه بوشهر رو، بندر عباس و چابهار رو داری، به ناو هواپیما چه احتیاجی دارید؟ چون اصولا داکترین ایران داکترین دفاعی بود، داکترین تهاجمی نبود، فقط میخواستن در مقابل کشورهای همسایه از خودمون دفاع کنیم. و یعنی در واقع بوشهر تکاپ کنی میری میزنی دبی و نمیدونم اون ور عربستان میزنی برمیگردی، 5 دقیقه اون ور آب بودی دیگه. و اگر انقلاب حتی وقتی مثلا 6 ماه دیرتر اتفاق میافتاد، ما این آواکس و F-14 ها و
F-16 رو داشتیم واقعا دیگه فکر نمیکنم عراق جرأت میکرد به ایران حمله بکنه. با آیه حرفی هست میگن که داشتن میداد، میگن داشتن میدادن اول انقلاب ولی اینا گفتن نمیخوایم، کنسل کرد، ایران کنسل که یک طرفه کنسل کرد قرارداد، و به خاطر همینم هم کشور آمریکا کنده این هواپیما بود پولها رو بلوکه کرد، برای اینکه قرارداد یک طرفه لغو شده بود نه با توافق دو طرف. و اگر F-14 و آواکسا رو ما میگرفتیم اینا به هم لینک میشد، میدونی چه کاوریج دیگه از نظر پوشش رادار هیچ مشکلی نداشتیم و هر جنبنده ای رو میشد سرنگون کرد دیگه، ولی نشد دیگه. واقعا باز تاسفه، واقعا باز تاسفه، حیف. استراتژی دکتر شاپور بختیار، چیزی که خودش قویاً عنوان میکنه و این هم دروغ هم نمیگه، یعنی ببینید من توی برنامه قبلی گفتم که چه جاهایی در کتابهاش دروغ گفته، نه اینو دروغ نمیگه، برای اینکه در حدود 5 ساعت فایل های جلسه شورای امنیت من به وضوح این قضیه رو همونجا هم به عنوان استراتژی از ایشون خودم شنیدم که در این مورد دروغ نمیگه. استراتژی که بهش ایمان داشت این بود که ما زمان بخریم، انقدر لفتش بدیم، انقدر طولش بدیم تا مخالفین بیان ببینن ما که داریم آزادی میدیم به طور کامل سیاسی، احزاب آزادند، انتخابات آزاد داریم و این مسائل، و روزنامه هم که آزادن. اینها کم کم به این نتیجه میرسند که دیگه دلیلی نداره به این شورششون ادامه بدن. این استراتژی دکتر بختیار بود و از اینجا این استراتژی غلطه که من تکرار میکنم دکتر بختیار اصلا متوجه این قضیه واقعا نبود که اصلا این کسانی که در مقابلشن اون طیف آزادی خواه دموکراسی طلب نیستند. اینها یا به دنبال تشکیل یک حکومت اسلامی امتگرا هستن یا یه گروه های حرفه‌ای چریکیشون هم که به دنبال تشکیل یک جامعه کمونیستی سوسیالیستی جهان وطنی هستن. مثلا بحث دموکراسی و اینها واقعا مسئله اصلی نبود در ایران که دکتر بختیار فکر میکرد با این استراتژی ها میتونه موفق باشه. در شکست این استراتژی یکی از ایرادات بزرگی که دکتر بختیار میگیره به آرتش هست و میگه آرتش ادامه نداد، نایستاد تا اونجایی که من مایل بودم که این کار انجام بشه و تقصیر رو به گردن آرتش هم میندازه. حالا تقصیر رو به گردن جبهه ملی و افراد دیگه میندازه، تقصیر رو به گردن خیلی هم میندازه، ولی به گردن آرتش هم میندازه. حتی در یک فایل صوتی قشنگ رسما فحاشی میکنه به سران آرتش. البته در اون فایل صوتی که بذارید بگم از کلمه ژنرال های پوفیوز استفاده میکنه، به طور قطع مقصود و منظور شخص قره‌باغی و شخص فردوست هست، چون در جاهای دیگه ما تقدیر دکتر بختیار رو از سایر آرتشیان میشنویم، من جمله در این قسمتی که براتون الان میخونم که میبینید با چه احترامی نسبت باقی آرتشیان صحبت میکنه دکتر بختیار در این مقطع. آنچرا که مایلم بدانید این است که من از افسرانی مثل رحیمی، مثل بدرهی، جز صفا و حقیقت و راستی چیزی ندیدم و هیچ وقت اختلافی با اینها نداشتم و افسران دیگری مثل شمس تبریزی، مثل یزدگردی، مثل بیدابادی و غیره، اینها فرماندهان لشکرها بودند. اینها روزی نبود که با خود من تماس نگیرند، همیشه با من ارتباط مستقیم داشتند
و از وضع تمام این مناطق چون حکومت نظامی در آنجاها بود به من اطلاع می دادند. هیچ وقت شخصا من جز احترام و جز محبت نسبت به آنها نداشتم و از آنها هم جز قبول مبارزه مشترک که ما در مقابل آخوندها در پیش داشتیم و اجرای صحیح قانون اساسی چیزی ندیدم. ولی من دلم میخواد یه حقایقی رو با شما مطرح کنم. ببینید، من در برنامه افشای حقایق ارتش شاهنشاهی ماجرای اعلامیه بیطرفی ارتش رو به طور کامل توضیح دادم. لطفاً اگر عزیزی ندیده بره برنامه رو کامل ببینه، برنامه مهمی. اما در اونجا هم گفتم که هم قره‌باغی فردوس رو که 100%، ولی قره‌باغی رو هم میشه خائن دونست واقعا. اما یه حقایقی رو میخوام باهاتون شاید برای اولین بار مطرح کنم. ببینید، چیزی که اسنادی که آمریکا بعداً انتشار داد و من در اون برنامه در مورد صحبت کردم، در مورد روابط بین قره‌باغی و سران مخالفین مثل بازرگان و بهشتی و از اونور قطب‌زاده و از اونور یزدی و اینها میبینیم و مسائلی که به اعلامیه بی‌طرفی ختم میشه، اینها نشون دهنده خیانت قره‌باغی هست. ولی در همون اسناد ما حداقل تا یک مقطعی از دوران نخست وزیری شاپور بختیار مطمئنیم که قره‌باغی بدون اجازه بختیار آب نمیخورد و هیچ ارتباطی هم با این مخالفین نداشت. یعنی برعکس فردوست، قره‌باغی تا یک مقطعی واقعا خیانت نکرد، قره‌باغی تا یک مقطعی واقعا دنبال این مسائل نرفت. البته که بعد به تحریک فردوس، به خواست فردوس، چون قره‌باغی رو اصلا فردوس آورده بود تو ارتش، وارد ماجراها میشه و اون ارتباطش رو با اون زنجیره آمریکا و مخالفین میگیره. ولی میخوام یه واقعیت‌هایی رو هم بگم. ببینید، در اون فایل‌های صوتی که پخش کردم براتون شما میبینید نوع برخورده بختیار رو با ارتش. من اطمینان دارم تقریبا که قره‌باغی به مرور زمان هی در تفکر خودش به این نتیجه بیشتر رسید که دلیلی بر حمایت از بختیار دیگه کم کم نمیبینه، تا یک تیر خلاص پیش میاد در تفکر قره‌باغی. من نه قره‌باغی رو میشناسم از خانوادهش و اینا، کسی رو، افرادی رو، نه بهش علاقه ای دارم، اما باید واقعیت‌های تاریخ رو گفت. ببینید، قطعاً در فکر قره‌باغی این دوگانگی وجود داشت که حالا آمریکا و مخالفین اون زنجیره رو انداختن، از این طرف دکتر بختیار هست که با اون حالت و صلابتی که انتظار ازش میرفت پشت آرتش نایستاد و این دوگانگی در ذهنش هست که به کدوم سمت حرکت کنه قره‌باغی. یک اتفاق میفته در روز 21 بهمن که به نظر من اتفاق تیر خلاص هست بر تصمیم قره‌باغی، و اون اتفاق این است که گارد جاویدان شاهنشاهی ایران بعد از اینکه همافران هم که میدونید عوامل تکنیکی نیروی هوایی بودند، به اون حالت سرباز به حساب نمی اومدن، وقتی گارد جاویدان شاهنشاهی ایران که تا آخرین روز به پادشاه وفادار موند رفت برای سرکوب حرکت همافران، حرکت کرد، رفت که اون سرکوب رو انجام بده، ما یک تقریبا جنگ داخلی رو در تهران شاهد میشیم، جنگ بین گارد با همافران و شریکای آموزش دیده چپ، مجاهدین خلق، فدایان خلق و اینها در حمایت از همافران شورشی حمله میکنن به گارد، خون و آتش و دود و خاکستر تهران رو در اون روز بر می‌داره. من یه چیز رو خدمتون بگم، در خیابون مجیدیه موقعی که گارد جاویدان شاهنشاهی داشته حرکت می‌کرده که بره به سمت سرکوب اینها، از یه خیابونی که رد میشن از دو طرف از پشت بوم نیروهای چریکی چپ گارد شاهنشاهی رو به رگبار می‌بندن. چقدر شهید میده گارد در اون روز و چه اتفاقاتی میفته شما حساب کنید. در اوج این جنگ داخلی، واقعا در اوج این لحظات حساس،
آقای دکتر بختیار میره و در 21 بهمن سخنرانی میکنه در مجلس شورای ملی و به جای اینکه بره تمام قد پشت حرکت گارد بیسته، باز از لزوم دموکراسی، باز از لزوم این مسائل صحبت میکنه و حتی میاد در جمله میگه که ما کی گفته که تمام همافران رو الان گرفتیم محکوم کردیم، اینا هنوز دادگاهی هم نشدن اگر دستگیر شده باشن. این یه جور ملاتفت با همافران و عدم هر گونه همراهی و حمایت قدرتمند و محکم از گارد جاویدان هست و از اون بخشی از آرتش هست که هدفش ایستادن پشت دولت بختیار هست. یک آدمی در اون لحظه، در اون مقطع، در این جنگ بین گارد و همافران باید محکم، اگر انتظار داره که آرتش تمام قد پشتش بیسته، باید محکم اونم در مقابل آرتش میستاد، در حمایت از آرتش میستاد. بشنویم این فایل رو با هم. اگر که افراد آزاد و آزاده باشند و با منطق پیش بیایند، هیچ معضلی ما در این مملکت نخواهیم داشت و همونطوری که بارها تکرار کردم، راه استقرار کامل حکومت دموکراسی را در ایران قانون اساسی باز گذارده و امکان این که ما بتوانیم این مملکت را به صورت یک دموکراسی به تمام معنا درآوریم در خود قانون اساسی هست و اگر موادی مغایر این چنین رژیمی است، میشه به وسیله همون قانون اساسی تغییر و تبدیلاتی در اون قوانین داد. من نمیخواهم عرض کنم که تمام این مردم برنامه براندازی مملکت ما را دارند، ولی من میتوانم ناراحت باشم از این که در یک رژه 400، 500 یا 1,000,000 نفری یک پرچم ایران بود، او را هم دستور دادن پایین بیارند و خارج بکنند در مسیر. این گزارشی بود که بسیار دردناک برای من و امیدوار هستم که چنین چیز را دیگر شاهد نباشم در این مملکت. حالا جای پرچم سرنگ ما چه خواهد آمد؟ چگونه استقلال و آزادی و دموکراسی را مخالفین ما در این مملکت می‌خواهند مستقر بکنند، اون بحثی است جداگانه. و لابد بارها شما شنیدید که 160 همافر اعدام شدند و 34 همافر دیگر اعدام خواهند شد. من به آزادی و به خدا و به وجدانم جلو آقایون قسم می‌خورم که یک نفر هنوز محاکمه نشد، چه برسه به اعدام. و نه تنها این نوع برخورد رو دکتر بختیار انجام میده، بلکه تیر خلاص چیست؟ تیر خلاص این است که در 21 بهمن ایشون رسما در روزنامه کسی رو، روزنامه های کسی رو انتشار کشور، عنوان میکنه که امکان تغییر نظام به جمهوری وجود داره. ببینید، آرتش قسم خورده بود به نظام شاهنشاهی، قسم خورده بود به حمایت از پادشاه، قسم خورده بود به ملت و قسم خورده بود به حفظ تمامیت ارضی کشور. وقتی میبینه آقای بختیار خودش داره اعلام جمهوری رو میپذیره و میگه حداقل میشه در این مورد بررسی کرد و امکان این قضیه وجود داره، در این مقطع واقعا میشه فهمید که برای مثلا قره‌باغی چه طرز فکری به وجود میاد، که دیگه وقتی خود بختیار هم داره میگه جمهوری، مخالفینش هم که دارن همین حرف رو میزنن، بحث دیگه که میمونه بحث مردمه و بحث تمامیت ارضی کشور. مردم هم که چیزی که متاسفانه پیش اومده، اومدن و همش دارن از آرتش میخوان سلاح تو زمین بذار، همش میگن برادر آرتشی به ما بپیوند. ببینید این تزلزل اینجا قطعاً بدون شک در فکر قره‌باغی کاملاً ظهور پیدا میکنه و یک فایل صوتی پخش کنم از خود قره‌باغی که دقیقاً به این موضوع اشاره میکنه. من دیدم که بختیار میخواد جمهوری اعلام کنه، بازرگان هم میخواد جمهوری اعلام کنه، این حقیقت مذاکرات بدونجه میشد. بختیار هیچ کس طرفدارش نیست، روزراش هم به وزارتخانه ها راه نمیدن،
بازو تمام ملت طرفدار شده بس حرف دارن همون کار میکنن من چیکار دارم که دیگه به سبب کشته شدن بیهوده هم بدن ها نمیشه. پس ببینید نباید آقای بختیار یک طرفه حرکت کنی، شما هم چنین کاری رو کردی، چنین تیر خلاصی زدی به آرتش. اما در روز 22 بهمن در داستان اعلامیه بی‌طرفی آرتش مسائلی پیش میاد که خیلی ها نکات ریزش رو نمیدونن. من با دور تند این بخش مهم رو خدمت شما عزیزان پخش میکنم که ببینید چه اتفاقی افتاد. ما امروز شاهدیم که در نوامبر 2013 یک سری اسناد محرمانه از حالت محرمانه در وزارت خارجه آمریکا بیرون اومد که بی بی سی هم چاپشون کرد. گزارش میناچی هست. من به صورت پراکنده یک سری مسائل رو میخونم براتون و بعد جنبندیش رو به صورت متمرکز خدمتون میگم. ببینید مثلا ما شاهدین هستیم که هایزر میاد ایران. اول اینو بدونید که اومدن هایزر چیز عجیبی نبود. مخفی اومدنش عجیب بود. و این مخفی اومدنش عجیب بود. هایزر رو دیگه اینم بهتون بگم کتاب خاطرات هایزر فارسی ننگ، واقعا ننگ وزارت فرهنگ و ارشاد ایران. آخه این چه مسخره بازیه؟ کتاب انگلیسیش با کتاب فارسیش اصلا یک تفاوت‌های عمده داره. مگه میشه جعل می‌کنید؟ ما شنیده بودیم کتاب دخترم فرح رو در مورد مادر شهبانو، اصلا کلن یکی دیگه نوشته به نام بانو فریده دیوان چاپ کردن در ایران، اصلا همچین چیزی ننوشته بودیشونه. این دیگه هایزنر رو شما میاید و اگر کسی میخواد خاطرات هایزنر رو بخونه فقط متن انگلیسیش. اما امروز من مطالب رو به صورت پراکنده میخونم که بخشای از این از گزارش محرمانه 2000 از اسناد خارج شده از حالت محرمانه نوامبر 2013 است. اما اینو بگم آقای دکتر میلانی امروز میگه که اکنون دیگر اسناد بسیاری منتشر شده و دیگر ما در این زمینه به حدس و گمان متکی نیستیم که مأموریت هایزر جلوگیری از کودتای احتمالی آرتش بود. نه بر اساس توهم توته بلکه بر اساس اسناد میتوانیم بگوییم که قره‌باغی در این زمان هم با آمریکایی‌ها مذاکره می‌کند و هم با نمایندگان خمینی و همه این مذاکرات هم برای این بوده که دوران گذار به دولت جدید به رهبری آیت الله خمینی فراهم شود. ببینید هایزر از دو طریق جلوی کودتا رو میگیره. ببینید بذارید اینو براتون بخونم. آقای سالیوان سفیر آمریکا یکی از این اسامی مهم اینجا می‌نویسه که در 22 دی هایزر به واشنگتن خبر میداد که امیر حسین ربیعی فرمانده وقت نیروی هوایی جاوید نام شهید امیر حسین ربیعی به شدت به دنبال کودتاست. او می نویسد آنها بازگشت خمینی را به کشور فاجعه می دانند. فکر می کنند بختیار موفق نخواهد شد و معتقدند که با گذشت زمان آرتش توان کودتا را از دست خواهد داد. این اعتقاد آقای ربیعی بود. از دو طریق، یکی اینکه میره میگه آمریکا مخالف کودتاست، در عمل این رو ثابت میکنه چون هر موقعی که اینها بحث کودتا رو میکنن میگه شما امکاناتش ندارید، نمیشه، جهان الان نمیشه، که در کتاب انگلیسیش قشنگ میتونید ببینید تمام این صحبت ها هست بین این و برخی از فرماندهان. از طرف دیگه در سلسله مراتب ارتش قره‌باغی مانع این قضیه میشه تمام مدت. حالا یک سری روابط برقرار میشه. هایزر با بازرگان و صحابی دیدار میکنه. سفیر آمریکا ارتش را به جان سالیوان، ارتش را به جانواری زخمی و غیر قابل پیش بینی تشبیه میکرده که احتمال داشته دست به اقدام تندی بزنه. اینو خوندم بکنم. از یه طرف دیگه بهشتی با سفارت آمریکا در ارتباط میشه و عبدالکریم موسوی اردبیلی و بازرگان با سالیوان دیدار میکنند. از طرف دیگه ما شاهدیم که تنها دو نفر از طرف ارتش شاهنشاهی با مخالفان پادشاه دیدار میکنند، با بازرگان و بهشتی و این تیپ آدم. یکیش آقای مقدم از تیمسار مقدم. ایشون نوع دیدارش اصلا متفاوت بوده. ایشون ارتباط پنهانی اون زنجیره رو با آمریکایی‌ها نداشته. تو اون زنجیره نبوده، اینطوری بگم. آقای تیمسار مقدم بنده خدا ببینید رئیس ساواک رو ببین چه اندیشه‌ای داشته. وقتی می‌بینه که زمستون بوده، نفت در دست مردم نیست، به خاطر اعتصابات شرکت نفت میره و از مخالفین میخواد که به خمینی بگن حداقل اعتصابات رو محدود کن که ما در حد تولید برای داخل نه برای صادرات به خارج
برای اینکه مردم در زمستان نمیرند از سرما نفت داشته باشیم. یعنی ببین رئیس ساواک اون زمان هم با مخالفینش که خواستار سرنگونی خودش بودن دنبال این بود که مردم آسیب نبینند در زمستان. این ارتباط وجود داشت از این جنس. اما قره‌باغی نوع ارتباطش با آمریکایی‌ها بود، از این طرف ارتباطش با مخالفین برای انتقال قدرت و از طرف دیگه خیلی این جالبه، در نوفلو شاتو ریچارد کاتم که بعداً مشخص شد در مصاحبهش با مایک والاس به قول معروف تابلو شد که افسر ارشد سی‌آی‌ای بود، در نوفلو شاتو با شخص خمینی و با یزدی دیدار میکنه و جالبه که این آقای ریچارد کاتم مأمور سی‌آی‌ای میره در دوم اکتبر در روزنامه واشنگتن پست برای اینکه افکار عمومی جامعه آمریکا رو هم آماده پذیرش خمینی کنه، ببینید چی مینویسه. مینویسه خمینی قویاً در حمایت از اصلاحات ارضی و اقتصادی و نیز بهبود نقش زنان در جامعه بوده است. اصلا اولین درگیری خمینی با شاه سر اصلاحات ارضی و حق رای زنان بود، دقیقاً برعکسش رو در واشنگتن پست آقای ریچارد کاتم میره چاپ میکنه. از اون طرف هم که با خمینی وارد ارتباط میشه، هنری پرکت اگر اشتباه نکنم رئیس بخش ایران در وزارت خارجه آمریکا، اشتباه نکنم تلفظش رو گفتم، هنری پرکت فکر کنم تلفظش، از طریق ریچارد کاتم با بهشتی تماس میگیره و ارتباطش رو با بهشتی پیش میبره. ببینید داستان بر این قراره، تمرکز بدم به این بحث‌های پراکنده، یک مجموعه ارتباطات شکل میگیره. از طرف ارتش شاهنشاهی شخص قره‌باغی، از این طرف سالیوان و هایزر با قره‌باغی و بازرگان و بهشتی در ایران مرتبط میشن، از اون طرف در خارج از ایران یزدی، قطب‌زاده، کاتم، خمینی و زیمرمن که اصلا به کانال زیمرمن معروف میشه و در نوفلو شاتو از طریق کانال زیمرمن به کارتر خمینی نامه مینویسه و یه سری تضمین ها میده که آقا ما نفت رو حالا میفروشیم به تو، نگران نباشون این صحبت ها. این کانال توسط آمریکا شکل میگیره، از ارتش شاهنشاهی شخص قره‌باغی. این مسئله رو شنیدید؟ این پشت یه آدمی ایستاده در تمام این ماجراها که بعدها ما میفهمیم که صحنه‌گردان و دستور دهنده قره‌باغی هم بود، به نام حسین فردوست. من فکر میکنم اول بگم چه اتفاقی در 22 بهمن افتاد یا اول در مورد فردوست. مثلا یه خود اول در مورد فردوست صحبت کنم. فردوست دوست بیش از 52 ساله محمد رضا شاه پهلوی بود. یعنی ببینید اون کسانی که واقعا بیرحمانه، واقعا مغرضانه شاه رو محکوم میکنن به اینکه فردوست رو چرا نشناختی، تو رو خدا به این عکس‌ها نگاه کنید. از این سن اینها با هم دوست بودن، تنها دوست شاه بود. شاه دوستی نداشت، دوست نزدیک نداشت. ممکن روابط خوبی مثلا با اسدالله علم داشت، ولی همیشه رابطه دوستی نبود، رفاقت دوتا دوست با هم نبود. و شما ببینید چه فاجعه‌ای پیش میاد، حالا نه فقط در 22 بهمن، بعدش فردوس چیکار میکنه. و این دوستی بوده و اطمینان داشته عزیزم به کسی با بالای بیش از 50 سال دوستی، اطمینان داشته شاه در تمام مراحل، در زمان اشغال ایران، در اوایل دوران سلطنت شاه، در ماجرای 28 مرداد، در سالهای بعد، در تمام این مدت‌ها این در کنار شاه بوده و اتفاقا جزو کسانی بوده که برخلاف سایر افراد وارد هیچ بحثی نشد. یعنی هیچ وقت شاه رو بهش نگرش سیاسی نمیداد، تو دست و پای شاه نمیرفت، نقشش رو به حالت دوست. درسته که رئیس انقدر شاه بهش اطمینان داشت که رئیس بازرسی ارتش شاهنشاهی، اصلا رئیس بازرسی شاهنشاهی شده بود، چشم و گوش شاه بود، همه چیز شاه بود، رفیق شاه بود. 50 سال شما ببینید چقدر کثیف میتونه باشه این دنیا. حالا که شاه میگه جلوتر عین این عبارت ها، این یه طرف. حالا ببینید یه مسئله ای رو که باید اینجا بدونید چیه دوستان، این که شاه به فرماندهان ارتش چی میگه قبل از خروجش از ایران. موقعی که اعلیحضرت میخواد خارج بشه از مملکت، اون شبی که خارج میشده از مملکت، در اون شب که شون میخواست فرداش بره،
رؤسای دستگاه‌های نظامی و انتظامی رو جمع میکنه، بر آقای شاپور بختیار نخست وزیر هم اونجا هست و علا حضرت به اینا افسرها و مقامات میگه که غیاب من در حال شما بایستی حتما از آقای نخست وزیر گوش کنید و حرفاشو و دستوراتشو عمل کنید. در این فاصله به مناسبتی به حال شاپور بختیار خارج میشه و نظامی ها میمونن اونجا. نجران سپهبد ربیعی که رو فرمانده نیروی هوایی بود میگه که علا حضرت این آقای شاپور بختیار که شما میگید گوش کنین، این تا همین چند وقت پیش علیه علازت بوده، حالا ما چطور به این اعتماد کنیم؟ علازت میگه که فردوس که هست. حالا شما اینو در نظر بگیرید که بهشون گفته، ببین به هر حال زیر بار بختیار نمیرفتن خیلی ها دیگه، یعنی یه عدم اطمینانی بالاخره. یه عمری بختیار مبارز سیاسی بر ضد همین افسران و همین حکومت و همین شاه و اینا بوده، شاه به خاطر اطمینانی که به دوستش داشت میگفت اصلا نهایتش هم اینم هست، نگران نباشید. و این روز ذهن فرماندهان بود. روز 22 بهمن صبح 22 بهمن قره‌باغی و فردوس با هم صبح زود دیدار میکنن که بعد فردوس میره، افسران میاد، بعد فردوس برمیگرده. و در اون جلسه آقای حاتم پیشنهاد اعلام بی‌طرفی ارتش رو میده. قره‌باغی این رو اعلام میکنه، یعنی پیشنهاد رو خود قره‌باغی داده، منتها حاتم میخونه، از برعکس گفتم، خاتم میخونه پیشنهاد قره‌باغی و ماجرای بزرگ، مخالفت های شدیدی پیش میاد و حتی جاویدنام، شهید، تیمسار، بدرهی درگیر میشه به صورت فیزیکی. و اینو براتون برسونم که وقتی که قره‌باغی این مسئله رو عنوان کرد که ما با مردم بیایم هماهنگی بکنیم، قبول بکنیم که ما با مردم هستیم و اینا، تیمسار سپهبد بدرهی زنده یاد در همون جلسه بلند میشه، میگه اگر کسی بخواد این کارو بکنه با من طرف نوغانشو در میاره. همون اصلی که شما فرمودید بریم، ما افسرگاه همون داشتیم، بله. در آوردن با من طرفین. و بعدا ریخته بودن اون تیمسار خاتمی و اینا همه دورشون رو گرفته بودن و خاتم و اینا که نه شما ناراحت نشون نشوندنشون. اما کل این ماجرا چجوری خوابیده میشه؟ فردوس، حسین فردوس ناگهان میاد وسط و اعلام میکنه که این رو امضا کنید. هم از جهت سلسله مراتب فرماندهی که آرتشیا پایبندن به سلسله مراتب فرماندهی، هم از جهت اون چیزی که شاه بهشون گفته بود که اگر در جای دوگانگی به وجود اومد فردوست هست، و خود شخص شاهنشاه آریامهر با... یعنی مگه میشه کسی تو رو خدا یه بار به عنوان یک انسان، نه به عنوان یک دید سیاسی، خودتون فکر کنید رفاقت بیش از 50 ساله که همیشه هم خودشو مثبت نشون داده، از این بیشتر اطمینان به کی میتونید بکنید؟ به هر حال این ماجرای فردوس که پیش میاد با اکراه و با این مسائل امضا صورت میگیره. پس بدونید این بحثایی که میگن آرتش خیانتگر داستانش به کجاست. ببینید هیچ شکی وجود نداره که فردوس قصدش خیانت بود و خیانت کرد و اون حلقه ای رو که آمریکا راه انداخته بود با همراهی مخالفین نظام پادشاهی امثال بازرگان و بهشتی و همه این دار دسته، میره به اون حلقه میپیونده و خیانت بزرگ رو انجام میده. اما قره‌باغی حداقل چیزی که بنده بهش اعتقاد دارم اینه که از اول قصدش نبود در این حلقه قرار بگیره و خیانت کنه و مسائلی باعث شد که قره‌باغی هم به عنوان خائن بپیونده به این ماجرا. اما بقیه مسائل رو در مورد سایر فرماندهان ارتش خدمت شما عرض کردم. یه چیزی هم خدمتتون بگم که در ادامه برنامه افشای حقایق ارتش شاهنشاهی به طور کامل توضیح دادم، اینجا دیگه وقت نشد اونو براتون پخش کنم، ولی خودم بهتون بگم که شخص فردوس دوست تمام عمر پادشاه، کسی که از کودکی باش بزرگ شده بود، و طبیعیه که هر آدمی بیش از هر کسی به دوستی که از دوران کودکی داشته اعتماد میکنه، نه تنها در این قضیه آرتش به پادشاه خیانت کرد و میشه گفت به ایران خیانت کرد، بلکه بعدها علی اکبر فرازیان و دیگران لو دادند که این آقای فردوس از عوامل پایه‌گذار وزارت اطلاعات در جمهوری اسلامی میشه و از همه اینها مهمتر
در برنامه ریزی قتل خواهرزاده دوست 50 سالش جاویدنام شهریار شفیق، خواهرزاده شاهنشاه آریان مهر، نقش مستقیم و قطعی داشته. و موقعی که ریچارد هولمز این قضیه رو به پادشاه میگه و اسنادش رو معرفی میکنه، که بعدا علی اکبر فرازیان هم اومد بیرون از کشور، از پایگزاران امنیتی وزارت اطلاعات و اومد بیرون از کشور و اینها رو لو داد، پادشاه در جواب ریچارد هولمز میگه که من اگر چنین چیزی رو باور کنم باید به اساس انسانیت شک کنم. میدونم که این چیز هست ولی دوست ندارم بپذیرمش و باورش کنم. یعنی فردوس چنین خیانتی کرد. خب این قضایا پیش میاد و در نهایت در 22 بهمن پیروزی شورش ننگین 57 رقم میخوره. من میخوام در اینجا یه مسئله رو بگم. تمام ببینید، من خیلی صادقانه و خیلی بدون هیچ سانسوری تمام مسائل منفی رو در مورد شیوه عملکرد دکتر بختیار چه در برنامه اول چه در برنامه دوم مطرح کردم. در برنامه اول نقاط مثبتی رو هم مطرح کردم. الان میخوام یه مسئله رو بگم. ببینید، یه طرز فکری وجود داره و یک تحلیلی وجود داره در بین برخی از طرفداران سامانه پادشاهی که دکتر بختیار نقش یک محلل رو ایفا کرد و در عمل پشت پرده ارتباط داشت با آمریکا، ارتباط داشت با مخالفین حکومت و این یه برنامه ریزی بود برای تسری بخشیدن سقوط حکومت و در واقع ایشان اومد حکومت رو ساقط کرد، سپرد دست خمینی و رفت و از این جهت بهش میگن خائن. میدونید این یعنی یه برنامه ریزی بوده بین خمینی، آمریکا، امثال بازرگان و قطبزاده و یزدی و بهشتی و همه اینها با هم با بختیار. این دید افراد هست. میدونید چرا من این دید رو نمیپذیرم؟ هرچند احترام میذارم به هر کسی که هر تحلیلی داره. الانم نمیخوام بگم اگر تحلیلتون اینه داشته باشید این تحلیل رو، ما مشکلی نداریم در اینکه افراد تحلیل‌های مختلف داشته باشن. من چرا این تحلیل رو نمیپذیرم؟ برای اینکه حداقل دو مسئله در تضاد با این حرکت وجود داره. یعنی دو تا مسئله باعث میشه که کاملا آدم یک شیوه نگاه دیگه ای داشته باشه به قضیه. یکی این که دکتر بختیار درسته که عنوان کرد که من به صورت علنی و آشکارا نمیخواستم خمینی رو بکشم، مثلا برم هواپیماش رو آسمون بزنم یا مثلا بعد از اینکه اومد در ایران دستگیرش کنم اعدامش کنم. خب گفته من این کارو نمیخواستم بکنم و نکردم. دو موضوع مرا وادار کرد که خمینی را به ایران بپذیرم. یکی راه دیگری نبود. راه یکی بود فقط، که وقتی که از سرحد غرب وارد میشد بنده به ربیعی بگم تیارشو بزنه. هیچ راه دیگری نبود. اون وقت اجازه بدید. اون وقت یک راه داشت و اون این بود. من حساب همه چیز کرده بودم. وقتی هم خواستم به پاریس بیام، خیال نکنید برای دیدن قیافه منحوس ایشان بود، برای اون که بنشینم پشت میز و او را از اون حالت الوهیتی که خودش برای خودش درست کرده بود بکشمش ما بین دو ایرانی که با هم حرف میزنند، به شرط اینکه البته او ایرانی تلقی بشه. و اگر که این رو به کنار بگذارید، حالا چرا این کار رو من نکردم؟ حالا از نظر انسانی، از نظر حقوق بشر، از نظر اینها، خب من این کار البته نیستم، ولی دلیل دیگری داشت از همه مهمتر. 72 تن عرب با اختلاف عقیدتی یا چیز در یک صحرای در کربلا کشته شد. ما هنوز 1400 سال تو سر مغز هم میزنیم و میگیم که ایداد ایدیده. اون وقت شما میدیدید که این مهدی که منتظرش هستن میگفتن همین بود داشت میامد و این پسر شمر که من باشم زد بیرون میشم. اما امروز هیچ شکی نداریم، به طور قطع به یقین مطمئنیم که دکتر بختیار از موساد و در منبع دیگه‌ای بنده خوندم، موساد که بدون شک
در منبع دیگه هم بنده خوندم که از CIA و MI6 هم خواست که خمینی رو به قتل برسونن. خودم رابطه مسئله کشتن آقای خمینی بودم. خیلی ناراحت بود، تو اتاقش میرفت و میومد، گفتم چیه؟ گفت که شاپور بختیار نقشه کشیده خمینی را در پاریس بکشه. من فکر شدم، گفتم من نمیخوام تو این کار زیاد باشید دخالت بکنم. بعد بگفتم علی حضرت اطلاع دارن؟ گفت نمیدونم. بختیار حدود 30 دی 1357 با گیزی تماس میگیره و بهش میگه من یک درخواست ازتون دارم، خمینی رو بکشید. باید این نکته رو روشن کنم که در جریان تحقیقاتی که برای نوشتن کتابم کردم متوجه شدم که از CIA، اسدک فرانسه و اینتلیجنس سرویس بریتانیا هم درخواست مشابهی کرده بود. این درخواست به رئیس موساد جنرال هوفی منتقل شد. باید خیلی زود در این مورد که چه میخوام به رئیس موساد بگم فکر میکردم و بعد از یک دقیقه گفتم ببینین، ما در مورد اینکه خمینی کیه و چه دیدگاه هایی رو نمایندگی میکنه اطلاعات کافی نداریم. من قادر نیستم در این مورد نظر کارشناسی بدم. جلسه تموم شد و ما به بختیار پاسخ منفی دادیم. بقیه کشورها هم بهش جواب رد داد. این نمیخوره با اون تحلیل. یعنی این نمیخونه با اون تحلیل. دکتر بختیار میخواست بکشه خمینی رو، در این دیگه شکی نداریم. این تصمیم رو گرفته بود و از موساد خواسته بود، منتها به حالت غیر علنی، به حالتی که بقیه همه چیز رو سر خودش خراب نشه و تبعاتی نداشته باشه برای حکومت. میخواستن به صورت مخفیانه بکشنش که مخالفت میکنه البته هم موساد هم سازمان‌های دیگه اطلاعاتی جهان. یه مسئله دیگه اسنادی هست که در اومد، همون اسنادی که ارتباط فردوس رو با تیم خمینی در نوفل و شاتو و با امثال بهشتی و اینها نشون میده، همون اسناد درش هست که سفیر وقت آمریکا میگوید این فرد یعنی بختیار از هیچ کس راهنمایی نمیگیرد، او تا حد زیادی کار خودش را میکند، سابقه قبلیش با آمریکا باعث نخواهد شد که روی او نفوذی داشته باشی. در جای جای این اسناد داره نشون میده که بختیار کار خاصی با آمریکایی‌ها انجام نداده. ببینید اینا اسنادی است که بیرون اومده، نمیشه آدم اسناد رو ندیده بگیره. یا مثلا بختیار اگر هم جای با آمریکایی‌ها بالاخره نخست وزیر بوده، باهاشون ارتباط مثلا با سفیر آمریکا اینا ارتباط داشته دیگه، در اون حلقه مشورتی برنامه ریز که شامل فردوست، قره‌باغی و طیفی از مخالفین حکومت و حلقه نوفل و شاتو میشد، ایشون قرار نداشت. اگر هم جایی مثلا با آمریکا صحبتی میکرده، خواهان برخورد جدی با خمینی بوده. مثلا بختیار روزی که نخست وزیر میشود، یکی از نزدیکانش را به دیدار سفیر آمریکا میفرستد و پیام میدهد که آمریکا باید با رهبر انقلاب مثل یک هواپیما روبا برخورد کند. همه ما باید محکم با او صحبت کنیم و به او بفهمانیم که یک تهدید جدی بر ضدش وجود دارد، در صورتی که دقیقاً آمریکا برعکس این کارو کرد. اسناد آمریکا حداقل نشون میده که بختیار در این حلقه نبود. این واقعیت‌ها رو من باید به شما بگم و بدون اینکه من هیچ علاقه‌ای به بختیار داشته باشم یا بخوام بگم نفرت آنچنانی دارم بهش، این واقعیت‌ها رو به شما میگم، تحلیلش بر عهده شما. من بر اساس این واقعیت‌ها بختیار رو، این تحلیل رو که در موردش میکنن، قبول ندارم، ولی دریچه ذهنی خودم رو نمیبندم رو به این قضیه که ببینیم آیا باز اسنادی در خواهد اومد در این مورد یا نه. فعلا هر چی سند در اومده داره برخلاف این تحلیل نشون میده که ایشون در اون حلقه خاص برنامه ریز این فاجعه ننگین قرار نداشت. اما تا دلتون بخواد اشتباه کردیم مرد. یعنی اصلا الان دوران پیش از نخست وزیریش که بماند، در همون 37 روز هم من هیچ حرکت منطقی و درستی از ایشون ندیدم که بیان بگیم آقا بر اساس این حرکت ایشون حداقل نمره قبولی 10 هم میگیره، 5 هم نمیگیره دکتر بختیار در دوران نخست وزیریش در مدیریت بحران در کشور.
مرز پرگوهر.